بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه و اینکه بعضی از شما ممکن تعجب کنید چرا تو این هفته ما 3 تا برنامه گذاشتیم. به قول پتیک گفت خبری شده؟ گفتم نه، خبری نشده. خبرها خیلی زود میان و ما هم فکر میکنیم اگه برنامه نداشته باشیم عقب افتادیم. یکی از این خبرها این قرارداد، بذارید از روی این بخونم، توافق بین ایران و عربستان هست و یه سوالی هم همراهش هست که چرا امیر عبداللهیان اون وزیر خارجه از مذاکرات بین تهران و ریاض کنار گذاشته شده بوده. البته فکر کنم اون شمخانی وزیر کشوره، کلن منم این سلسله مراتب رو نمیدونم و بلد نیستم، ولی اجازه بدین من در برنامه قبلی هم یکی دو بار راجع به یتیمخانه یا پرورشگاه، کدومش درست داره، یتیمخانه صحبت کردم و گفتم که از آقای پتیکم خواهش کردم که این رو برای ما به فارسی بگه. ایشون لطف کرد و به فارسی گفت و من فکر کردم امروز که یه شنبه هست احتمال زیاد بیننده ها بیشتر از روزای دیگه هست، روزای کاری هست در آمریکا، اینو پخش کنم. ضمناً اگر کسی از این پرورشگاه که در ارمنستان یا در آمریکا خبری داره با من یا با پتیک تماس بگیره. پیام پتیک رو من گذاشتم اینجا بیارم در پیام. امروز خیلی کارم ردیف، اونو گذاشتم توی پیام. یه پیامم از آقای مسعود کردار داریم. خیلی متاسفم که آقای کردار میبینم دچار همون توهمات شاه‌اللهی ها و همون فلسفه یا تئوری دسیسه هست. آقای موثقی عزیز اینجاست. آقای موثقی، این کاریکاتورای رهبر ایران میذاری یه وقت ازت دلخور نشن. دیدی کاریکاتور رضا پهلوی رو که میذارن این اطرافیانش یه موی سوسول و بچه نونور؟ آقا این میگم بابا جون، هر کی پابلیک فیگر میشه این چیزا باهاش میاد، فوش، تهمت، سزا، ناسزا، کاریکاتور، طنز، جوک. اگه کسی نمیخواد نباید. اینجا یه ضرب المثل دارن میگن اگر تحمل آشپزخونه، اگر تحمل گرما رو نداری از آشپزخونه بیا بیرون. یعنی کسی که میخواد بره خوراک درست کنه باید بدونی که یکی از چیزای اولیهش گرمای آشپزخونه است. تو رو خدا یکم دوستان ببخشید، آقا من خیلی روک بهتون میگم، آدم بشین. آقا قرن 21مه، خب باید کاریکاتور بکشن. چجوریه که وقتی نمیدونم شارلی عبدو کاریکاتور میکشه از آخوندا اونا میگن میایم میزنیم تون، همه عصبانی میشیم، ولی اگر یه کسی از دوست شما از بوتی که ساختین کاریکاتور بکشه شما عصبانی میشین، میخواین همون رفتار حزب الله رو داشته باشین. در صورت آقای موثقی خیلی فعال هست و روی فیسبوک به نام امیر موثقی حتما دنبالش کنید، پیداش کنید. من هیچ مشکلی ندارم، من سالیان سال با آخوندها در جنگ هستم. میدونم عزیز من، مسئله اینه که شما اگر یه کسی رو هم دوست داری، دیگران برای اونی که شما دوست داری، ببین مثلا طرفدار رجوی اگه دیدن یک کاریکاتور رجوی رو کشیده نباید ناراحت بشن. اتفاقا این کاریکاتورا فشار و اینا رو کم میکنه. اگه شاه انقدر عاقل بود، اگه این رهبر نمیدونم ایران توی ایران انقدر عاقل بود میذاش آزاد باشن. بیچاره دکتر مصدق میگن وقتی که چیز شد نمیدونید چه مقالاتی نوشتن، چه کاریکاتورایی کشیدن همون دوره کم کوتاه آزادی و اینها. در صورت یک کمی خودمون رو عوض کنیم. خیلی خوش آمدید دوستان عزیز، آقای اکبری و آقای دوستمون ببو، یادم میره که ایشون آغاز خانومه و خب دیگه همین حمایت نکنید یادم میره شما کی هستید، کجا هستید. یه دوستی هم متاسفانه گفت امیدوارم قبل از اینکه بمیرم ببینمت. گفتم ای مرگ کجا، چرا مرگ در فاصله؟ ببین اصلا میگن کلمه آدم یعنی آدم،
آهی و دمی، ما به یک دمی بندیم، یه وقت میاد یه وقت نمیاد. شما گاهی وقتا یه قطره آب دیدی میره تو گلو میخواد خفت کنه، خوراک داری میخوری، یه انقدر خوراک میره به جای سوراخ، خوراک میره توی سوراخ هوا میخواد خفت کنه. خیلی از مرگ نترسین، مرگ برای همه اون هست، حالا یکی زودتر یکی دیرتر. و دیدم طرف مثلا 90 سالش میمیره، اون طرف میگه با کمال تأسف امروز شوک شدم، مرگ نابهنگام دوست عزیزم. آقا هنگام مرگ کیه؟ شما به ما بگو هنگامش کیه؟ 80 سالگیه؟ 90 سالگیه؟ 100 سالگیه؟ برای همه مردن دوستان، عزیزان، فامیل و چی میگن اینها مشکله، قبولش کنی، اینم یه قسمت از زندگی هست. و اما بریم پیام پتیک رو بیاریم اینجا ردیف کنیم. از طرفی این پتیک خیلی قشنگ و کوتاه پیام میذاره، ای کاش این کارش رو بیشتر انجام بده. تا بذارید من این صفحه رو یک کمی بیارم اینجا و نه اینجوریش کنم، خودم هم نمیدونم بخواب چی کار کنم، بذار این رو روشن کنم. کاکو جان سلام، پتیک هستم. آه این تو خودش پلی میکنه، نمیاره توی میدیا پلیر، پس من باید یه فیسبوک دیگه اینجا باز کنم. عجب روزگاریه. اینا رو اگه یه نفر باشه کمک آدم بکنه چقدر برنامه قشنگتر و بهتر میشه. البته دوستان بارها گفتن نه آقای سوربی، همینجوری که خودت تنها کار میکنی و توضیح میدی ما خیلی دوست داریم. میدونم اینا تنبلن نمیخوان کاری بکنن، مثلا شاهین زحمت میکشه اینقدر میخواد به من یاد بده. شاهین جان اگه برنامه رو زنده میبینی همون موقع یه جوری با این که تو بلدی به دوستات خبر بده، رو صفحه پردید بازدید کنندت خبر بده. من اینکه دو تا بیننده اینجا دارم و چهار تا بازدید کننده، اونا هم از من پیرتر و نادانترن تو قسمت تکنولوژی، حالا بیام یه چی هم یاد بگیرم اونجا هم بذار. خب شما که میخوای به من یاد بدی اینو اونجا بذار، نمیبینی موقع بازپخش میبینی همون یوتیوبشو که به من یاد دادی، عکس بگیر، لینک بگیر، دو شاخهشو بزن تو پریز، برنجو بریز، روغن بریز، این کارو برای ما انجام بده دیگه. دوستی من و شما اینقدر ارزش داره یا نداره؟ خب یه کار کوچیکی هم برای ما انجام بدی. دستت ممنون، متشکرم. اگرم نخواستی انجام نده ولی ممنونم، زحمت کشیده بودی، فیلم درست کرده بودی، فرستاده بودی. من نمیتونم حقیقتا دیگه کششش رو ندارم. برگردیم به همون مسئله یه قهوه خونه کوچولو اون بالا بابا کوهی، از این باختخت و نمیدونم اینا که میری بالا میری اون نمیدونم اونجا هست، حالا دوست داشتین بیاین رستوران های جدید و خوب و شلوغ و رقص عربی هم برین، ولی اگه صبح جمعه رفتی کو بیا این رستوران امو سوربی رو هم سر بزن. خب میگه که فضائل عزیزان، میگه من چند بار به شما گفتم که استفاده از کلمه ربایش کاملا درست است و غلط محسوب نمی شود، اما شما مدام بدون سند ایراد میگیری. حالا امروز صبح اول صبحی از خواب بیدار شدی یقه ما رو بگیری آقای عزیزم، اینقدر شما اشتباه می نویسی توی نوشتهات که حرف حساب نداره. ولی شما وقتی تو خونتون نشستی، من نمیدونم شما چون زبانت آذریه ممکنه کلمات فارسی رو که میخوای استفاده کنی میری اتفاقا درستش رو استفاده میکنی، ولی من اگه نشسته باشم با آقای اکبری بخوام صحبت کنم راجع به آقای جمشید شارمهد مشنگ، نمیگم کاکو جون اکبری ایشون رو هم ربایش دادن رو بودندش، گفتم اون مرده گفت امروز برنامه رو آغازیدیم، میگم کاکو دیدی چی تو شد، این مشنگ رو هم دوزیدن ادلاقتنش تو گونی. حرف من اینه، من که نمیخوام لغتنامه فرهنگ نمیدونم معین و ده خدا رو اینجا زیر سوال ببرم. من میگم یه دفعه به شاهین گفتم، گفت درود عمو سوربی، گفتم هم اینجا وایسا، شما خدا وکیلی خونه که میری به همسر نازنینت به بچه ها میگی درود بابا، درود بابا، درود همسرم؟ گفت نه گاهی میگم گاهی نمیگم، خیلی زور میزنم. آقا خودتون باشید، حالا شما بنویس ربایش، شما بنویس دی کیدنپتین،
معنیش اون آخر میشه دزدیدنش. تازه دزدیدن هم نمیگی ما، یه دش هم این وسط میزنیم، دزدیدنش. چرا؟ چون این آقا طمعکار بود. شما تو ایام کووید از آتلانتا واشنگتن نیومدی، ولی این بلند شده رفته نمیدونم دبی و رفته هندوستان و رفته گویا مجارستان یا یه جای دیگه، تاجیکستان. پول، مانی، مانی. هر که از پول بگذرد از پل گذشت. اینا که میبینی اسیر شدن از پول نگذشتن. بذار اذیت نکو، بذار کارمون انجام بدیم. نه اینجام نذار لطفا، الان در حین برنامه پاکش میکنم، دلیلش هم بهت میگم. نه مسئله شما، یا خودت زحمت بکش آقای عزیزم پاکش کن. این ببین اون طرف داره اومد برنامه منو نگاه کنه. اتفاقا برای یکی از دوستان که برنامه ساز هست، خانم نورشید، نوشتم که عزیز من هیچ مشکلی ندارم، شما بیا زیر برنامه من نظرتو بنویس، آخرش هم بنویس رادیو نمیدونم جوانان امروز. ولی شما میای هی کامنت، به جای کامنت تبلیغ برنامه خودت میکنی. مثل اینه که من میگم آقا خانما آقایان پدر من فوت شده، این آگهی رو چسبوندم حالا رو در مغازهش، چسبوندم روی ستون برق، چسبوندم رو دیوار. شما میای میگی خب به به این سوربی چقدرم قشنگ، این زیرش جا گذاشته. بعد زیرش مینویسی امشب عروسی دختر عمه منه. خب حالا مردم که میان میبینن باید به کدومش دقت کنن؟ به پدر سوربی که فوت شده یا به عروسی دختر عمه شما؟ حالا اگه میخوای بیاد عروسی دختر عمه من، اقلا هم اون بالا بینیست آقای سوربی تسلیت میگم، و از کوچیکتر بینیست زمنان دوستان امشب عروسی دختر عمه منه. بابا ما خودمون خرابیم، کارمون خرابه که یه روز آخوند سوارمون میشه، یه روز اون. شما یه آقای فضائل عزیزان از اولی که اومده آمریکا به من لطف داشته، میدونه هم من دوستش دارم. خب آقا الان من برنامه دارم، این چیزی که شما گذاشتی یعنی چی؟ پناهندگان و مخالفان، این چی؟ حالا گفتیم پاک کن، نکرد خودمون پاک کن. آخه من وسط برنامه زنده باید بشنم این کارا رو بکنم؟ امیر موثقی میگه که کسانی که از این ناراحت میشن و عکس از این، نه عزیز من شاید شما متوجه نشدی درست، از اینی که شما کشیدی نه، از اون مثلا مال رضا پهلوی که با جلو اتوبوس ایران پیما وایساده، از اونی که سوار موج شده داره موج سواری میکنه. بعد من اینی که شما گذاشتی مثال زدم در رابطه با اونا، عجب بدبختی گرفتاریم با آقا. تمام کسانی که به جنگ جمهوری اسلامی افتادن فقط از طمع بود، نمونهش روح‌الله زم و شارمد و خیلی دیگه. دمت گرم، دمت گرم آقای اکبری. بعد از برنامه بلند شو برو روبرو آینه، خود تو آینه یه بوسی از طرف من بکن، یه ماچی. من اصلا نمیگم بوس، به بچه ها به نوام میگم بیا اینجا هاگ اند بوس، هاگش یعنی بیا من در آغوش بگی بغل، بوس هم که اینجوری ما میگیم ماچ. anyway شما کاملا درست میگی، اینا همشون بوی پول خورده به دماغشون. اتفاقا یکی دیگه از خبرهای مهم امروز این ماجرای منشوره، اونا اسمش گذاشتن همبستگی. انقدر زور زدن که ای هش مال چی نمیدونم مهسا باشه، اون مال این باشه، اون باشه، و دو از این وری رفتن. بعد هم یه چیز مزخرفی واقعا میشه گفت منشور وابستگی. بعد یه چیزایی ما در فردای ایران باید آزاد باشیم، یه شعری بود میگه ما باید آزاد باشیم، نمیدونم جوان و توانا باشیم. آقا من یه دفعه به باهایی‌ها گفتم هی نیاین خودتون رو تافته جدا بافته کنید، برید دنبال اینی که ایران آزاد باشه، برید دنبال اینی که زنا آزاد باشن. وقتی زنا آزاد باشن دیگه شما نمیخواد بگی خواهر من آزاد باشه، عمه من آزاد باشه، زنا همه آزادن. وقتی ایران آزاد باشه دیگه نمیخواد بگی بهایی آزاد باشه، درویشا آزاد باشن، همه آزادن. اشکال ما اینه که آقای بهار خدا بیامرزش اونم همینو میگه اینا میخوان بگن ما تافته جدا بافته هستیم، ما از شما انسانای شریفتری هستیم، انسانای بهتری هستیم، دنبال جنگ و اینا نیستیم، که دروغ میگن. میخوان قدرت همه رو اونا داشته باشن، هر کی از بهایی ها میخواد بیاد با من مصاحبه کنه که بهش ثابت کنم. قبل از اون بره برنامه حسن فیروزی و حتی آقای حسن ارشاد رو نگاه کنه که بهایی ها همیشه مسلحن، اسلحه ها رو دارن،
فقط آماده جنگ هستن. بذارید بریم به کارمون برسیم بابا، ما اومدیم اینجا پرده زدیم، تعزیه گذاشتیم، امروز حتی این پشت نمیدونم مردم تیوی و اینا اینقدر خودم ماشاءالله پهنم که جلوشی گرفتم، ولی اسم برنامه رو مردم تیوی و شماره تلفن رو اینا رو گذاشتیم، به غیر از اینکه این زیر میاد بمانه. فضا don't get mad. نه آقا من که مرد نمیشم دیگه بعد از 25 سال، اینم یه قسمتی از بازیه، باید صداتو ببری بالا بیاد. مثل خوانندگی، شما وقتی میری تمرین صدا میبینی به بعضی ها میگن تو مثل خواننده های تو عروسی هستی. خواننده های عروسی همینجوری مثل برق مستقیم میخونن میرن، ولی خواننده خوبه که مثل برق متناوب بالا و پایین داشته باشه، یه جا اصلا سخنگو بودن اینه که شما بدونی کجا محکم صحبت کنی کجا ضعیف صحبت کنی، که منتقل کنی احساست رو به شنونده. حالا من میدونم شما چرا این نوشتی، شما میدونی که الان مردم از دست تو عصبانی هن. که آقا اینی که خودش برنامه سازه دیگه چرا؟ اون وقتا هم گفتم بر خرمگس معرکه لعنت. در صورت نه من نیستم. این میگه قد شد آقای اکبری. چرا قد شد؟ بذار ببینم، لابد اینو شیر کردیم با چیز، قد شد. باید ببینیم بهتر میشه. البته دوستان بارها گفتن نه آقای سوری همینجور، نمیدونم والا اینم چرا اینجوریه. در صورت اینجا داره ضبط میشه و action needed low فلان، ای بر پدرتون لعنت، low frame per second. آقا ما که زدیم بهترین کوالیتی، بالاترین کوالیتی، دیگه شما چرا اطفار میریزین؟ خب اینم این دوباره گفته استارت نه. حالا ببینیم چی میشه، ببینیم میان نمیاد. ویلکام لودینگ یور اد اکانت. من اد اکانت چیکار؟ آقا برنامه تو قطع میکنه میبرتت، میگه اف پی سی فریم پر سکندت کمه، بعد که نو ریزالف. اوکی خب خیلی هم خوب. بیاد میاد اینجا میگه نمیدونم والا نمیدونم. اینجا هم نوشته که آقای عزیزان و دیگران برنامه هست نیست، قطع قطع نیست، چجوریه؟ اینجا بذار من یه صفحه باز کنم ببینم مردم تیوی چی میگه. نگذاش دیگه عزیزان، ببینید. اوکی اینجا بزنیم ببینیم چی میشود، چه میشود عزیزان. من میخواستم امروز 60 دقیقه برنامه بذارم دوباره برم دنبال کار زندگی و این تا 18 دقیقه نشون میده هستیم و بعدش هم هی اطفال میریزه قطع و وصل و فلان و ببینیم چی میشه. تمام کسانی که به جنگ جمهوری اسلامی افتادن رفتن اینجوری. اوکی اینم از این سن یادی نارام شاید غیر نشون فرهنگ سیاسی نداره، یعنی فرهنگ چماقداری خمینی و خامنه ای و رجوی. شاه هم یادت نره آقای موصلی، شاه هم و طرفداران پادشاهی هم همین هستن دوست عزیز. اونا هم هیچ فرقی با رجوی و یعنی حزب الله، شاه الله، مجاهد الله همشون یک شن. میگه اومد. اوکی اینجا نوشته بود که فریم پر سکند. میدونیم مثلا این دوربین ما 60 فریم میگیره تو هر ثانیه، بعضی ها 30 تا میگیره. یه دوربین های خیلی گرونی هست. الان صدا اومد 2000 رو اجازه بدیم من اینو قطعش کنم، شاید به دلیل اینکه اینها روشنه اینجوریه. خب اینو ما قطع میکنیم اینجا. بله همونجا بود که یه چیز دیگه روشن کردم و اون زد ماسماسک ما رو ریخ به هم. و بعضی وقتا همینه ماجرا، وقتی میخوای چند جا باشی از همون یه کلاسی هم که نشستی با دوستاتون 7 تا 8 تا 10 نفر هستن پخش میشی میری این ور. در صورت این ویدیوی اینو بیارم اینجا، عجب خدا گرفتاری شدیم. اینم بیارم اینجا ببینم. خب ببینید تو صفحه فیسبوک من دوستان اگه برید اون پایین یه مقداری از این که برید پایین یه تصویری میبینید. بذارید من بهتون اینجا نشون بدم کامرای دو بذارمش روی این کپچر.
باید اونو تقصیر خودم هم هست، باید اون ویدیو رو قشنگ جدا میکردم با صدای پتیک برای شما پخش میکردم. بعضی وقتا دیگه وقتی یه کاری رو بلدی میخوای کاری نداره، ویدیو رو از این نشون میدم، صدا رو از اون نشون میدم، میزنی داغونش میکنی. اولا تا اینجا هستیم دوستان، امروز هم برنامه نوروز بازار در شهر ما هست، حتما برید سر بزنید. دیروز شنیدم که آقای محبی هم آش رشته درست کرده و برده اونجا برای 60 نفر و نمیدونم امروز هم برنامه خوراک و اینا حتما هست. و این شماره تلفن تماسش هست 202-680-0456 و آدرسش هست نزدیک کبابی البرز اونور خیابون 8306 Old Court House Road Building A وینا ویرجینیا 22182. دوباره نوشت تو لو اف پی اس. خب ما چجوری انجامش بدیم نمیدونم والا، دیگه این فیسبوک هم باید از خیرش بگذاریم و بگیم نمیخوایمش. آقا بریم با همون یوتیوب، میریم یوتیوب اون اطفار میریزه، میایم اینجا این اطفار میریزه. اینجا میگه 1080p هست و 60 فریم پر سکنده ولی اون میریزه تو لو، نمیدونم. خب بیایم پایین، این عکس یک بانوی رو میبینیم، این که روز عروسیش، من این ویدیو رو روشن میکنم، بذارید ببینم. آره این ویدیو رو که روشن کنم، اینا هم هر کدومش یه صفحه و یه اندازه است. حالا رفت اون و میاریم اینجا کپچه. حالا عجب واقعا روزگار غریبی است نازنی. اینو اون روزم من تو برنامه نشون دادم ولی بازم بهتون نشون میدم. حالا برید اینجا، این صدا رو نمیذارم به دو دلیل، یکی صدا که میذاریم ممکنه یوتیوب قطعش کنه، یکی این که میخوام صدای پتیک پخش بشه. صدای پتیک کجاست؟ صدای پتیک اینجاست. پتیک بله، این والا بلا به خدا اینجا بود، پیر شدیم آقا. کاکو جان سلام، پتیک هستم. برنامه را شنیدم، نسبتا خوب بود. در مورد آن عکس عروسی که ارسال کرده بودم لازم به توضیح است که در ارمنستان در حوالی سال 2004 خانه‌ای تأسیس شده که نوجوانانی که پدر و مادر از دست داده و یا والدین قادر به نگهداری آنها را نیستند را پذیرا هستند. آن عکس عروس رو هم که ملاحظه فرمودید دختری است که به مدت 10 سال در همین خانه زندگی کرده و برای عروسی هم درخواست نموده تا از همان خانه رای خانه داماد در آمریکا شود. امید است خوشبخت شود. در خاتمه یادآور می شوم که این یک هفته رو صرف پیدا نمودن شماره تلفن ایمیل آن مرکز نمودم. امیدوارم بتوانم کمک کوچکی به آنها بنمایم. و امید آن روزی که هیچ بچه‌ای بی‌سرپرست نباشد. با تشکر. ممنونم. وقتی شما این رو گفتی واقعا من اشکم در اومد. منم امیدوارم و روزی رو ببینیم که هیچ بچه‌ای بی‌سرپرست نباشه. پتیک جان خیلی ممنون از تمام کمک‌هایی که به همه می‌کنی، از بچه‌هایی که کفش احتیاج دارن تا اونی که اون دفعه ما کمک کردیم در ایران آقای وحید رجبلو به اصطلاح وسیله بگیره، تا اون کسی که در یزد براش سرویس بهداشتی میگن دیگه، حالا نمیگن توالت، ولی شما تو خونتون وقتی میخوای بری دستشویی میگی چی؟ میگی من دارم میرم سرویس بهداشتی. یکی میگی من دارم میرم خلو، یکی میگی دارم میرم مسترا، یکی دارم میگم میرم اونور حیات. و خب دوستان من امروز یه ویدیوی دیدم، چون دفعه قبل وقتی من به اون دوستمون گفتم که بابا اینجوری نیست که حالا اینا چون یه دوربینای خریدن و گذاشتن اونجا احتمالاً از این دوربینا هم یه کسی سرمایه گذاری کرده، گفته هر جریمه‌ای که گرفتین ما یه پولی میسازیم، حالا اینا اگر یه کسی رفت گاز پخش کرد بتونن بگیرنش، اگه یه کسی رفت بمب گذاشت بتونن بگیرنش. یه دلیلی که برای این کار میبینم اینه، نگاه کنید این ویدیو با افتخار این دوستمون نوشته که اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم.
select area، باز برمیگردیم. ناصر 110 نوشته کامرای دو اینجا. بله، نوشته اونی که با شجاعت این بنر فراخان را بر پل نصب کرده هیچ وقت از مبارزه ناامید نیست، پس بمان و پس بگیر. خیلی هم خوب. کی بود گفته بود من میمونم؟ خانم علی دوستی بود گفته بود من میمونم و تو ایران به اصطلاح پس میگیرم. آتیلای عزیز خوش آمدی، خیلی ممنون. خب ببینید دوستان، اینو شما فکر کنم ویدیو هم هست، بذارید روش کلیک کنم. بله، کاش که ویدیو هم وقتی کلیک میشد همون اندازه ای که میزدیم به اصطلاح پخش میشد. آره بزرگتر شد ولی همونه که دوباره کپچر سلکت ایریا. ببینید اینا رو دوستان، تلویزیون هایی که 100 نفر عمله و اکره و نکره و اینها دارن، اینا من که دارم حرف میزنم اونا به غیر از اینکه آمادهش کردن به ترتیب، دیدی میگه شماره 14 رو بذار، میذارن همزمانه تا ببینه من دارم راجع به این حرف زنم روی صفحه دیگه ویدیوشو باز میکنه بعد میذاره. اینجا میگه که نمیدونم 22 23 24 اسفند، یعنی مردم دیگه حالا هر کسی هر روزی میگه بیاین بیرون. شنبه یه شنبه ها چیه؟ تو خارج گرد همایی‌هایی که شده الان سفره حضرت عباس، میان سلام احوال پرسی، بعدم میرن رستوران ها. رستوران ها به خاطر اینا قیمت هاشون رو بردن بالا، مشتری های دائمشون دیگه نمیرن اونجا. ولی رستوران ها مواظب باشی، اینا برگردن خونه و مشتری ها ممکنه بر نگردن بیان رستوران شما. ولی من از شما میپرسم، ضمناً امروز 21 اینجا نشتم 20 اسفند بکنم 21 باشه، هرچی امروز یک شنبه هست، 12 مارچ 2023. و همین جوری که دوست عزیز یه نفر یا چند نفر تونستن برن یک بنر به این بزرگی رو اینجا بذارن، اون دوربینایی که سرعت رو میگیره، اون دوربینایی که نمیدونم چرا قرمز رو میگیره، اون دوربینای دیگه نتونستن اینا رو بگیرن دستگیر کنن، پس دیگران هم میتونن یک کیسه مثلا یه چیزی که فاسد شده، گاز، هرچی، یواش که دارن راه میرن بذارن یه جا و برن. من توی فیلمی قدیما دیدم طرف یه پاکت درست کرده، حالا دیگه بگذاریم، یه پاکت درست کرده بود، ته این پاکت یه چیزی بود مثل دریچه اینجوری باز میشد، وای میسد یه جایی همون توی دسته این پاکت یا کیف هرچی بود یه دکمه بود، میزد اون پایینش باز میشد، این بلند میشد قطار که میمد سوار میشد میرفت، اون چیزه میموند اونجا ولی این سوار قطار شده بود رفته بود. معمولا اونایی هم که اونجا وایسادن تو اون سکو منتظر قطارن، وقتی میاد میرن، حالا دیگه برو بگید که پیدا کن. الان این روزا میشه با فیلم و اینا بری، ولی خب فکرش بکن طرف ماسک زده باشه، عینک زده باشه، کلا گذاشته باشه سرش، از این گوشیای مال گوش گرم کن یا گوشیای مال هدفون هم گذاشته باشه، چجوری میتونی پیداش کنی؟ همینایی که میرن ایران میان خونهشون تو ایران دادن اجاره پول میگیرن، حقوق بازنشستگی پدرشون میگیرن، طرف اینجا شوهر داره به عنوان دختر باباش میره تو ایران حقوقشو میگیره میاد، آدم آخه از چی بگه؟ همونا میان تو راهپیمایی ها و ازش میپرسی خب حالا فردا چی میشه؟ میگیم حالا امروز بریم ببینیم چی میشه، فردا چی میشه؟ آقای فهمیم نمیدونم سخن، آقا تو که دیگه اسم فامیلت معلوم شدیم، کسخل بازی ها چیه؟ مشنگ بازی ها بنویس مثل آدم اسم تو اینا. این آقا یه روز وکالت میده به آقای رضا پهلوی، امروز از گوه خوردن خود پشیمون شده وکالتش پس میگیره. وکالت دادن مثل اینه که شما باکره باشی بری بعد پس بگیری، مگه میشه دیگه؟ عجب ملت مشنگی هستی. خب اینم از این، برگردیم. در صورت دوستان پتیک، اگر این فیلمی که دیدین در رابطه با عروسی این خانم، عروسی این عروسی مال 5-6 سال پیش بوده، ولی این 10 سال توی اون پرورشگاه، 10 سال توی اون یتیم خونه، 10 سال توی اون خانه کودکان بوده، بعد میگه حالا امروز که من میخوام شاد باشم اونها رو در شادی خودم هم شریک کنم، یا با من یا با خود پتیک مستقیما تماس بگیرید، شماره پتیک رو از سالها پیش ممکنه داشته باشید. اینم از این دوستان عزیز.
من به یکایک شما خوش آمد میگم. یه چیز مزخرفی که دیدم تو تلویزیون من و تو، این پسر کرده اسمش نمیدونم شاهوه شاهون و چی چیه، اینو دو سه تای دیگه وقتی میرن برمیگردن همین مثل تلویزیون انگلیسی، مثل تلویزیون آمریکایی که میگه ویلکام بک، اینا میگن خوش برگشتید. آقا این مزخرفات چیه؟ مایی که تو تلویزیون میگیم جای نرید، ما بریم یه نفس بکشیم و برگردیم، اولا یعنی ما تا اینجا بودیم نفس نکشیدیم، یا حداقل نفس از دهن نکشیدیم، نفس از کون کشیدیم، حالا بریم یه نفس بکشیم برگردیم. بعضی ها میگن یک استراحت کوتاهی بگیریم، این محمد علی میگه جرعه چای بنوشیم و برگردیم. خب حالا که من برگشتم برنامه شروع شده، به اکبری و عزیزان و ببو و آتیلا که اینجا هستن که نباید بگم خوش برگشتید. چیزها رو کلمه کلمه ترجمه نکنید، جاش بذارید. شاید این مشکل آقای عزیزان هم همینه که به دزدیدنش میگه ربایش، ربودن دندنش آغازیدن. من از وقتی برنامه رو آغازی دیدم حالا به شما ربایش بودن. آقا ولمون کن، خودت باش. خب ببینم چه چیزایی نوشتم اینجا یکی یکی. منشور، چه منشوری ساختن با این همه تأخیر و اینها. میگه که بیا بخر و ببر و پشیمان شو. اینم داستان منشور. یکی یکی تلویزیون ها و رادیو ها رو بگردین، چه اونایی که رفتن مثل آقای رضا پیرامون و اینها، چه اونایی که منتقد بودن حالا شدن پشیمون و دوبار منتقد. اولا 8 نفری که اونجا بودن 6 نفرشون بیشتر امضا نکرده. چرا؟ فکر کنم گلشیفته و کریمی امضا نکردن. اینا دوتا یا اینو خوندن یا دادن به یکی خونده، طرف گفته آقا این چی داره میگه، این مزخرفه، این 100 تا سوال درست کرده. بعدم ما میریم مجلس مؤسسان را میندازیم رفراندوم. کدوم رفراندوم؟ یه بار خمینی رفراندوم گذاشت بله یا نه، پدر مردم رو در آورد. مردمی که شور و حسینی دارن که نباید براشون رفراندوم گذاشت. یه نفر نوشته بود آقا تو دموکراسی قرار نیست همه آگاه باشن، تو دموکراسی قرار نیست همه سیاستمدار باشن. آقا یکی اصلا کارشه، دنبال زندگیشه، دنبال درآمدشه. اون جامعه دموکراسی باید به این آزادی و فهم و شعور رو بده و قرار نیست این هر روز بیاد نظر بده. ولی ما متاسفانه امروز بمب اتم میگن، همه هم میشیم بمب اتم، فردا پشکل یه جایی میریزه میشه متخصص پشکل، از پشکل تا بمب اتم رو مزمزه میکنیم و تشریح میکنیم. خب اینم از این ماجرا. دوستان نظر شما در رابطه با توافق بین ایران و عربستان چیه؟ من فکر میکنم ایران همین جمهوری اسلامی بد دیکتاتوری آخوندا با هر چی کشور بیشتر توافق داشته باشن، دست از این خریت و تیزکلنگ انداختن و تروریست رو بیشتر مجبورن وردارن. شما نظرتون چیه؟ الان عربستان چند سال پیش بود بهش گفته بودن، به همین بن سلمان، بیا یه همچین چیزی بگو. گفته بود اگه من همچین چیزی بگم تاج و تختم رو از دست میدم. یعنی شما اینجا قدرت ایران رو نگاه کن که این عربستان بلسنمان که اینقدر پول داد به ترامپ و ترامپ احمق و خانوادش دنبالش بودن، در دلش یه وحشتی داره از جمهوری اسلامی. بله جمهوری اسلامی مثل آدم مسیه که داره عربده میکشه، چاقو هم دستشه. حالا شما یا باید بری آموزش پیدا کنی دفاع از خود با چوب چجوری اینه بزنی، یا با دست خالی چجوری اینه بزنی، دستتو فدا کنی چاقو بخوره بهت ولی بگیریش، یا اینکه بگی آقا میدونی چیه، اصلا بشین میخوام برات یه پیک دیگه هم بریزم. آتیلا اون ویدیویی که گذاشته بودی محمد جون نخور چی بود مشروب، این آقای داماد بود تو عروسیش اینجوری میرقصید، واقعا خجالت آوره که اولا مثل خر عرق میخورن بعد اینجوری میرقصن، بعد این رقصیدنه یه توهین مستقیمه به زنها، مادر، خواهر، دخترشون که تو اون جلسه هستن. اونا میشینن و این احمقا مثل الاغ تیزکلنگ میندازن. امیدوارم فامیلتون نباشن،
امیدوارم دوستاتون نباشن، اگه باشن هم باشن. نظر من اینه که اینا مثل اولاق سرمست شدن. اون وقتا هم گفتن نشادور بزنی به اوراق اینجوری میشه فلفل. بچه های کارهای بیکردن، ما هیچ وقت این کارو نکردیم، ولی من دیدم تو محلمون بودن بچه هایی که شیطنت میکردن فلفل. سلام آقای شاهین غلامرضایی شاهین، نمیدونم اون موقع بودی یا نبودی، گفتم ممنون از اینکه فیلم ساختی و من کمک کردی، ولی اگر به من لطفی داری موقعی که برنامه زنده است اگه میتونی لینکشو بذاری رو اون چیز. بعدم اون روز من نشون دادم، شما گفتی اه رفتم اومدم شده 15,000 تا، رفتم اومدم خوابیدم شده نمیدونم 6,000 تا فلان اینا. من وقتی رو چیزا نگاه میکنم میشه 22 15 4، میگم من نمیفهمم بلد نیستم، ولی من اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم کوفت و زهرمارای دیگر و تیک تاک و فلان. یه روزم شما حتی رقل تیک تاک گفتی، گفتم نه آقا تو آمریکا دارن میبندنش، ما را بس آقا، ما را همین فیسبوک و همین ایمیل و همین وبسایت و همین یوتیوب و بسمونه، واقعا میخوایم چه کار کنیم. سعدی همشهری ما گفت که این چشم تنگ دنیا پرست نمیدونم چی رو یا قناعت پر کند یا خاک گور. شما نگاه کن چجوری افسرده میشن اینایی که نوشته مثلا 6 میلیون چیز داره، فالوور داره. اتفاقا آتیلا یک عکسی گذاشته بود، گفته بود به زودی رضا پهلوی و من میگم پهلوی، اون نوشته بود رضا پهلوی و مسیح علی نژاد و اینها باید برن سراغ این دیوونه که صورت خال کوفته، تتلو مقصودلو است فامیلش اگه اشتباه نکن، باید برن سراغ اون. یادتونه که رئیسی هم رفت سراغ اون، آوردش رو کشتی و رو ناو و برش آهنگ خوند و اینها. دلیلش این بود، بذار ببینم میتونم پیداش کنم یه جایی. آها این یوتیوب منو نشون بدم برای این دوستمون خانم نورشید، حالا اسمشو اونجا گذاشته کتی، لابد خب برای که مشکل بوده لابد اسمشو بگن. نوشتم که ببینید من تنها کسی هم که سایت دیگران رو تبلیغ میکنم بدونی که پول گرفته باشم، از دیگران اسم میبرم بدونی که بپرم بالا و پایین ای من اسم فلانی رو بردم معروف شد. ولی این کاری که شما میکنید درست نیست. 3 تا کامنت بوده، یکیش مال آقای اکبری بوده که میگه بعد از برنامه بلا فاصله دوباره شروع شد و فلان، پرسیدم متوجه نشدم برام توضیح داد. دوتای دیگه شما دوتا برنامه که گذاشتی اومدی بدونی که اصلا راجع به برنامه من نظر بدی، بدونی که حتی لایک بزنی. آخه این بی انصافیه. این همینه که بری روی آگهی مراسم فوت پدر سربی بنویسی مثلا عروسی دختر عممه. گفتم شما میتونی بیای اول برنامه رو نگاه کنی، دوم نظر بدی، بعد اون پایینش با وجودی که اینجا نوشته نورشید و اینها، اون پایین بنویسی رادیو جوانان امروز. بعد اونایی که نگاه میکنن میگن این خانم با شعوری که اینجوری برنامه رو دیده نظر داده، بریم از سایتش هم دیدن کنیم. ما هیچ کارمون درست نیست. به شطور گفتن تو چرا از عقب میشاشی؟ گفت شما منو نگاه کن، از این پام، از این زانوم، از این چک پوزم، از این کوهانم. گفت من چه چیزیم مثل همه کسه که شاشیدنم مثل اونا باشه. یه شعری دیگه هم هست به شطور میگن کجا بودی؟ میگه حمام بودم. طرف بهش میگه از زانود معلومه، چون زانوش پینه میبنده. معمولا کسایی که میرفتن حمام دیگه این پینه های پشت دست اینا احتمالا باید پاک میشد. یادتونه اینجا همون سیاه زخم خون، وای 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 وای، وازلین میمالیدن دستم، باید اینجوری میذاشتی تا خوب بشه، یا پی چربی. خب داشتم دنبال رضا پهلوی اون میگشتم، این یوتیوب رو دیدم بهتون بگم. اجازه بدین من اینو یه بارم برای آقای مهدیزاده تبریزی اینو نشون بدم که ما دینمون به ایشون ادا کرده باشیم، چون ایشون هر وقت برنامه داره به من میگه شما بیا مهمون من هم هستی. یعنی اون 26 دلاری رو که از دیگران میگیره، برای این برنامه پول نمیگیرن دوستان، اون 26 دلار رو به من نمیگیره. البته منم یا یه جایی هستم یا کاری دارم، میرم یه سری میزنم سلامی به دوستان میکنم و میرم دنبال کار و زندگیم. دوستان امروز از ساعت 10 صبح که الان 2:41 گذشته تا 6 بعد از ظهر امروز 12 همه، اتفاقا من با آقای مهدی
تبریزی مهدیزاده، گفتم شما سعی کن تاریخو که می‌نویسی روزش هم بنویسی، بنویسی مثلا یک شنبه، بعد این تاریخو به تاریخ و تقویم ایرانی هم بنویس که دوستان بفهمن مثلا امروز چندمه. من معمولا این تاریخ‌ها رو از اینجا پیدا می‌کنم و می‌فهمم که امروز در ایران چه روزیه. البته یادتون باشه بعضی روزا شما وقتی میری مثلا اون نشون میده 21مه، در صورتی که اون به تاریخ تقویم ایران که الان گذشته، الان هنوز نشده، شد ساعت 8 شب 9 شب، ضمن با ساعت ما عوض شد از دیشب یه ساعت دیگه، یعنی یه ساعت رفتیم جلو دیگه. من حقیقتش نمیفهمم کدومش ساعت درسته کدومش نیست، ولی الان زمان ما با فرانسه اونا 5 ساعت از ما جلوتر هستن. اتفاقا من فردا ممکنه ساعت 12 ظهر به وقت نیویورک و 5 بعد از ظهر به وقت پاریس با آقای جهانگیر شادانلو یه برنامه داشته باشم. ایشون لطف کرده، من رو دعوت کرده، منم قبول کردم، فردا مهمون ایشونم. دوستان یک شنبه 21 اسفنده، من فهمیدم که اینجا اشتباه نوشتم، یک شنبه 21 اسفند 1401 برابر است با 12 ماه مارچ 2013. اینم از این. و اما در رابطه با اینکه آقای شادانلو لطف کرد و اینا، اولا بارها گفتم هویدا هی گفت به امید روزی که همه یه پیکان داشته باشن، اون بنده خدا خودش با همون یه پیکان هم که داشت زدن کشتنش. من سالها پیش گفتم یه روزی میرسه که هممون یه رسانه داریم. یادتونه توی این جنبش ها و تظاهرات و اینا میگفتن هر یک نفر یک مبارز، هر یک نفر یک رسانه؟ بله به اونجا رسیدیم، هیچ اشکالی هم نداره. اتفاقا رقابت حالا تنگاتنگ شده. آقای هوشنگ امیرعمدی میشینه از تو آفیسش بدونی که جایی بره تکون بخوره، اون وقتا سوار قطار میشد میمد اینجا، برو تو نمیدونه وایس آف امریکا، برو تو بی بی سی، بعد از اونجا ماشین کرایه میکرد بیاد مثلا استدیوی ما، $40 اینجا، $40 اونجا، $100 اونجا، $200-$300، تمام روز در رفت آمد که مثلا نیم ساعت برنامه داشتش. الان میتونه بشینه ساعتها تو کلاب هاوس، ساعتها تو فیسبوک، ساعتها تو جاهای دیگه، اینستاگرام تی وی، نمیدونم چی میگه اینستاگرام، میشه آی جی تی وی، اینستاگرام تی وی، اونجا برنامه داشته باشه. آقا داشته باشه، من مثل آقای شبخیز نیستم بگم آقای فلان خواننده یادت اون وقتا که تلویزیون نبود آگهی تو به ما میدادی؟ خب آقا اون وقتا تلویزیون نبود آگهیش به شما میداد، حالا مرض داره دیوونه است بیاد به تو پول بده؟ وقتی مثلا میزنه دختر فلان خواننده تق 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 میزنه، بعد 2 میلیون میان نگاهش میکنن، به جای اینکه یه مش پیرپاتالی که این کانال های تلویزیونی ایرانی رو نگاه میکنن، هیچ کدومشون نه کنسرت میرن، هر چی میخوان بخرن هنوز به دلار حساب میکنن، حالا دلار چنه تو ایران اینقدر، اینجا اینقدر، او بلیتش 50 دلار، 50 تا 60 هزار تا، 3 میلیون، نه 3 میلیون رو میدم نمیدونم. اینجوریه دنیا عوض میشه، شما باید با دنیا عوض بشی. حالا شاهین میگی چرا خودت عوض نمیشی؟ آقا دیگه نمیتونم، کشش ندارم. در صورت دوستان همین الان لطف کنید، دیدم اون دو سه باری که گفتم تعداد اونایی که لایک کردن روی یوتیوب روی فیسبوک رفته بود بالا، همین الان همین چند تایی که هستین این لایک ها را بزنید، کلیک کنید. این زدن هم از چی ما نمیره بیرون، میگیم حرف حساب بزن، حرف زدنه گفتن نیست، کلیک بزن. نمیدونم خیلی چیزا هست که کلمه دیگه ای درسته ولی ما از زدن استفاده میکنیم. خب بیایم اینجا در رابطه با آقای شادانلو و این که من دعوت قبول کردم، یه پیام از آقای مسعود کردار براتون پخش میکنم و من یه بار دیگه به ایشون گفتم که من فهمیدم که چرا اون سیستمی که شما دنبالش بودین با آقای فولادوند، حرکت های دیگه ای که تو کالیفرنیا انجام میشه به جایی نمیرسه، چون شماها پشتکار لازم رو ندارید، دقت لازم رو ندارید، نظم لازم رو ندارید. برای هر کاری یه نظمی لازمه. من اگر از بادکه قدسناخ میخواستم بلند شم برم ماینز کلاس آلمانی، باید نگاه میکردم اگه کلاس ساعت 9 شروع میشد، من 2 تا قطار، یکی 7 بود یکی 8:30 بود، میرفت اونجا، من میرفتم پیاده بانهوف، از اونجا قطار زودتر رو میگرفتم.
که شاید قطار دیگری، البته تأخیر که قربونش برم تو آلمان اصلا نبود، ولی با همه اینا من زودتر میرفتم، میگفتم زودتر که برسم 45 دقیقه میرم اونجا تو مدرسه میشینم درس میخونم. نمیگفتم آقا 8 ربعم که قطار میاد، نیم ساعت میرم اونجا ماینز میرسم سر کلاس. شما آقای مسعود کردار، اشکال خودت، اشتباه خودت، کمکاری خودت رو به این وسیله با گذاشتن این پیام گردن من ننداز که حالا فهمیدم چرا تو هستی که نمیخوای صحبت کنیم. آقا من و شما 10 بار صحبت کردیم، قرار شده چی؟ قرار شده یا ویدیو بسازی یا بیای تو برنامه صحبت کنی. هر وقت تو برنامه صحبت میکنیم با فیسبوک وصل نمیشه، مجبوریم با تلفن صحبت کنیم. دوستان میگم کیفیت خوب نیست، عکس فیسبوک رو بذاریم، که من گفتم من اصلا نمیدونم شما میخواین این عکسی که با همسرت هستی بذارم. آقا اینجوری نیست. بهش گفتم میدونی چیه، ما که اینجا بارها اعلام کردیم تنها تلویزیونی هستیم که میگیم از قریب، خودی، دوست، غریبه باید پول بگیریم تا هزینمون رد بشه، چی میگن هزینمون چی بشه، جبران بشه. مثل اونا این دیگه نیستیم که اون بگه خیلی ممنون که دعوت منو پذیرفتین، اونم بگه خیلی ممنون که منو دعوت کردی، ولی اون پشت بهش پول داده باشه. ما میگیم آقا این کسی که امروز داره حرف میزنه برای حرف خودش ارزش قائل بوده، پول داده به من، گفته سوربی تو بشین اینجا، این پلو پز رو من برنج میارم، روغن میارم، نمک میزنم، تو دوشاخشو بزن تو پریز، درجاشم بذار رو چهار. این چقدر مشکلی که شما متوجه نمیشید. حالا میگه باز دوباره به هم، آقا من حرفی با شما ندارم، من اتفاقا دوست دارم شنونده باشم، با دوستان دیگه بشینم ببینم شما چی میگی، شما چه برنامه داری. خب یه ویدیوی ساخته بودی 20 سال پیش، اون موقع اسم اینو نیورده بودی، اسم فولادوند رو نیورده بودی، اسم اونو نیورده، این فایده ای نداره. این برای 20 سال پیش یه چیز خوبی بوده که شما نشون ندادی، برای الان قدیمی شده. من ببین چجوری الان سه شنبه برنامه گذاشتم، جمعه برنامه گذاشتم، الان برنامه گذاشتم. من نمیتونم به آقای مهدیزاده بگم من تبلیغ برنامه‌تو انجام میدم وقتی که اون شنبه برنامه داره 11 و امروز 12، من فردا 13 بیام. پس به خاطر این، یکی از دلیلاش این بود که من جمعه آمدم برنامه گذاشتم. آقا شما اول برو از همون طریقی که بلدی حمایت، یا حالا ما که اسمش میذاریم حمایت، اینم یه تعارف دروغه. چه حمایتی؟ حمایت اونه که کسی انجام بده بدونی که چشم داشت داشته باشه، مثل پتیک. هر وقت حمایت کرده نگفتی یک کاری برای من انجام بده. بنده خدا یه آگهی با ما گذاشته بود، بعدن که ما آگهی رم گفت نمیخوام آقا، گذشتم از خیر ایرانی ها، باز پول آگهیشو میداد ما تا ما. اون حمایت بود. نه آقا بنده اینجا یه جنس برای فروش دارم، اینم همین حواس، ایر تایم. شما اگه میخوای، آقای اکبری اگه میخواد، شاهین اگه میخواد، آتیلا اگه میخواد، به من بگه سوربی من 100 دلار میدم، شما یه ساعت بی بشین. نداری 100 دلار، آقا بشین خودت ویدیو درست کن، بده به پسرت، بده به دخترت، بذاره روی یوتیوب، بشین مستقیم بذار. آقا من به همه تون الان نشون میدم، دوستان نگاه کنید، فیسبوکتون رو باز کنید. حالا من چون فیسبوکم روشنه ممکنه چیز کنه، این فیسبوک رو باز میکنین، روی عکس خودتو اون بالا میزنید، عکس خود همه چی گفتم میزنید، عکس خودتون که اومد بالا اینجوری، میرید پایین تر یکیش نوشته ریل، این ریل R-E-E-L فیلم و اینا یا مال سینما رو میگن، یادتونه این فیلم های بزرگی که بود، اونو ولش کن، این بر نوشته لایو، زنده. اینو که میزنی با این، حتی نمیخواد بهش بگی کدوم دوربین، خودش میدونه این دوربین. با این حتی نمیخواد بگی کدوم میکروفون، خودش میدونه این میکروفون. و یه چیزی هم، یا مثل این از آمازون میخری، این به من کادو دادن نمیدونم چند دلار، میذاری اینجوری جلوت نگاش میکنی، یا 2-3 کتاب میذاری این بیاد بالا، یادتون باشه ردیف پیشونیتون باشه، آی لول یا زیر دماغ یا زیر چونتون نباشه.
آی لول قدیما بود در هم سطح چشم، الان باید توی پیشونیتون باشه این دوربین. این دوربینش که اینجاست باید تو پیشونیت باشه. چهار تا کتاب بذار، اوکی؟ چهار تا کتاب بذار، اینو بذار روش برای که از اونوری نیفته، یه استکانی چیزی بذار تو شن باشه برای که از اینوری نیفته، یه چیزی بذار جلوش. شما بذارید من یه چی بهتون نشون بدم. اینو میبینی؟ من مدت ها استفاده میکردم برای نگه داشتن دوربین، تلفن فلان اینا. داره حرف میزنه. اوکی. این توش این سنگای تزئینی و اینا هست، بچه‌ها بازی میکنن. یا سنگ ریگ میری کنار دریا، یه مشت ریگ تمیز. من هر وقت میرم کنار دریا سنگا رو برمیدارم نگاه میکنم، از خودم میپرسم این سنگ کجای دنیا بوده، چند هزار سال پیش این بیچاره هی خورده این ور اون ور، جنگ شده، بم خوردن، کوچیک شده، منفجر شده. این چقدر قشنگه، عجب نوری. شما میبینید اینجا قرمزشو؟ نه نمیبینید، ولی یک نور قرمز. بذارید اینجوریش کنم بهتون. حالا ما میخوام دیگه خیلی خیلی تیتیش مامانی این فلش اینو روشن کنم. فلش این اینجوری میشه قرمزیش؟ آره یه رنگ قرمزیه مثل عقیق. یکی یه فیروزه گذاشته بود، نوشته بود انگشتر عقیق به فروش میرسد. گفتم والا تا اونجایی که ما میدونیم این. خلاصه یه چیزای اینجوری لیوان درست کنید بذارید. خب یه لحظه من میام خدمتتون، باز یه چی دیگه بهتون نشون بدم. بذارید اینجا بذارم پلیر چهار، این شماره تلفن و اینهای ما. میخوام براتون بگم که کریتیو باشین، خلاق باشین. گوشی خدمتتون، بشینید تا من برگردم. خب هستید هنوز؟ به قول این تلویزیون من و تو خوش برگشتید. آقا چی برگشت؟ اونا اینجا نشستن، من احمد رفتم و اومدم. بگو خوش برگشتیم. هدم خوش برگشتیم چیه؟ نگاه کنید دوستان، این یه شیشه خالی تکیلای تیتیش مامانیه. من از این شیشه خوشم اومد، اینو نگه داشتم. بعد یه مدتی احتیاج داشتم یه میکروفونی روی این سپایه بسته بشه، ولی میخواستم اون میکروفونه از جلوی کامپیوتر من بیاد بالاتر. چیکار کردم؟ اینو کردمش تو این و وایساد. میبینید؟ اون وقت میکروفونه رو بستم رو این، بعد اینو گذاشتم اونجا روی کتابی، این میکروفونه از کامپیوتر من اومد بود بالاتر. بابا یه کمی هی حالا شما برو پول بده دستگاه بخر که بسته میشه به میزت، اینجوری بیاد مثل ربات این ور اون ور، یه بشقاب انقدی بذار جلوت. آقا اینا برای خواننده هاست که خیلی نزدیک نشن، بهش میگن پاپ فیلتر، پاپ پاپ اینجوری. ولی شما اونی که نشستیم اینجا فاصلمون همینه، کسی دیگه اینجا نیست، ماشین رد میشه، نه از این پشما لازم داریم. طرف تو اتاق خونش نشسته یه انقدر پش گذاشته رو میکروفونش. بابا این برای تو خیابونه که کامیون رد میشه، میخواد این پشما صدای اونو نگیره، صدای شما که نزدیک بری. برگردیم به آقای مسعود کردار. آقای کردار عزیز، اگر شما یا اون دوستتون، خب ما همین مشکل با اون دوستتونم داشتیم دیگه، چقدر من وقت گذاشتم با ایشون حرف زدم، کسی که ادعا میکرد میلیون ها دلار داره، کسی که ادعا میکرد میلیون ها دلار میخواد خرج کنه ایران آزاد کنه، وقتی که ما بهش گفتیم آقا ما دو تا دوربین 800 دلاری میخریم 1600 دلار، یا خودت بخر از این 5000 دلار کم کن. دوستان 5000 دلار 1600 دلارش که کم کنیم میشه 3400 دلار. شما به من بگو دو روز سه روز بخوای از اینجا بری لاس وگاس برگردی تو این ایام کوفتی کووید، 3400 دلار پول تیکت و هتل و اونجا ماشین که نه آقا نمیخواد هتل بگیری، بیا خونه من. آقا تو یه پیرمردی شاید شب تا صبح بخوای تو خواب بگوزی، من بیام خونه تو چیکار؟ من هتل که میرم به طرف میگم اون طبقه بالای بالا رو من بده، نمیخوام بچه ها بدون، نمیخوام نمیدونم. آی کردار عزیز من، اصلا لازم نیست من شما صحبت کنیم. شما
با همین ایمیل آدرس usa.sorby یا info@mardomtv.com برای من ایمیل میفرسی، وقتی که هزینش فرستادی شمارهش میفرستی، من که رفتم نقد کردم میام بهت میگم اینجور آقا من پریروز که آقای شادانلو لطف کرد منو دعوت کرد بهش گفتم امشب قرار برنامه دیروز پریروز گفتم فردا قرار ساعت عوض بشه، بذارید ببینم دیشب ساعت 3 شد 2 اوکی؟ نه 2 شد 3 ببخشید 2 شد 3 بهش میگن spring forward یعنی بهار جلو میره ساعتا، fall اما خزان عقب میره که قرار شده دیگه نره، مردیم از بس عقب جلو رفتیم. اوکی امروز صبح براشون نوشتم که آقا ساعت اینجا عوض شده و شما 5 ساعت از ما جلو هستین، من فردا ساعت 12 به وقت نیویورک و 5 بعد از ظهر به وقت پاریس در خدمت شما هستم. آقا این چقدر مشکله، یک پیام یک جواب برنامه. حالا شما خودت به من بگو من چند بار نزدیک بوده تو راه تصادف کنم، چند بار شما نزدیک بوده تصادف کنی، داریم حرف میزنیم آقا من میخوام یه برنامه بذارم بمب، نمیدونم یه برنامه بذارم بیننده بشن 1,000,000. آقا شما یه برنامه بذار بیننده که شدن 1,000,000، به این 1,000,000 بگو 10 نفر 10 تا $10 به شما بدن. ضمن دوستان هر وقت میخواین دوستیتون رو با کسی آزمایش کنید، موقعی که وضعتون خوبه و پول دارید محتاج نیستید، بهش یه تماس بگیرید بگید آتیلا جون من ماشینم خراب شده احتیاج دارم به $500، ببین چی میگه، ببین اصلا جوابتون میده. ببخشید اسم شما رو گفتم، بگید آقای ایکس خانم ایگرگ، اینجوری امتحان کنید ببینید اون نمیدونم دوست آن باشد که گیرد دست دوست در تهی دستی یا نمیدونم این چیزا دیگه. نه از طرفی خود من دیگه الان به این نتیجه رسیدم وظیفه دوست این نیست که هی دوستاش بگن پول اونم بده. ما اولا اینجوری بودیم، آقا یه دفعه من $20,000 رفتم از کریدیت کارت گرفتم دادم به یه دوستم، باورتون نمیشه شب تا صبح خوابم نمیبرد، میگفتم خب این که تا حالا به من نشون داده چندین اشتباه تو بیزینس انجام داده، این بارم اگه اشتباه کنه اینجوری که میگه و همون جورم شد من چه خاکی بر سرم کنم؟ آقا اینی که من گفتم 3 روز دیگه من این پوله رو میدم بریزیم به حساب تموم بشه چندین ماه طول کشید و ما هی سر چیز که نامه میمد هی باید میرفتیم میگفتیم آقا بیا این 20 تایی که گرفتیم انقدر اینترستش، این کاغذ ها میاد اینجوری میری نشون میدی. الان این آقا هم ببین قشنگ جدول نوشته نرخ ها چجوری عوض شده، بله ببینید نرخ ها چجوری عوض شده، فی چجوری عوض شده، اون میوردیم نشون میدادیم. نمیدونم بعض وقتا آقا شما اگه بهت بانک وام نمیده نرو سراغ دوستت، نرو سراغ فامیلت، بانک تشخیص داده تو توی این جامعه نمیتونی خونه بخری، تو توی این جامعه نمیتونی خونه اجاره کنی، برو اتاق اجاره کن از کسی که پول دوم ماهشو میدی میشینی تا وضعت خوب بشه کردیت بیلد کنی فلان، ولی همون موقع برمیگردیم. شاید خود من مثلا این خونه داداشمو نمیخریدم ممکن بود هیچ وقت نمیتونستم خونه دار بشم. نمیدونم جواب همه چیز رو من ندارم ولی جواب آقای مسعود کردار رو دارم. و دوستان شما نگاه کنید اینایی که با شما دوستن ادعای دوستی میکنن تا یکم بالا و پایین میشن. من 10 بار برای ایشون نوشتم، خوشحالم که وقتی با آقای هفلنگ آقای زاهد هفلنگ زنگ زدم گفتم آقا من قبلش 3 بار با آقای کردار زنگ زدم تلفنش نمیگیره فلان اینها، گفت آره تلفن ها بعضی وقتا اینجوری رو واتساپ رو این فلان بمانه. بعد حالا ببینید چی گفته آقای این پتیک بود، پتیک بازم ممنون از اینکه لطف کردی پیام گذاشتی، امیدوارم دوستی بتونه پیدا کنه یا اون خانه کودکان یا پرورشگاه یه کسی بدون کی بوده کجا بوده اسم و ایناشو مشخصاتش برای شما بفرستن یا برای ما بفرستن. 1:27 ایشون صحبت کرده، من بدونی که حرف بزنم برای شما این میذارم پلیر 4 که نشون بده مشخصات ما. تقریبا تنها تلویزیونی هستیم که همه چی رو به شما نشون میدیم که شما بتونید با ما تماس بگیری، رو فیسبوک که داری ما رو میبینی و اینو. خب
بیایم ببینیم چی میشه. سولی عزیز، مسعود کردارم. دارم به این نتیجه میرسم برعکس شما که نگرانی که چرا تماس حاصل نمیشه و میگی something going on یا something is wrong. من فکر میکنم علت رانگ بودن عدم خواستن خود توه. تو واقعا نمیخوای تماس بگیری، چون هر جایی که منو متهم کردی به تماس نگرفتن در راه اسکایپ نمیدونم واتساپ، من در اون موقعی که تو میگفتی من بارها زنگ زدم چه موقعی که روی برنامه بودی، ولی باز قبل از اون برنامه من چندین بار ازت خواهش کردم که آقا یک وقتی بذار من با شما دو سه دقیقه صحبت کنم بعد به همه کارامو میرسیم. شما این کارو نمی کنی. من فکر میکنم زیاد میلی نداری و اکسکیوز استفاده میکنی. مسئله نیست، هیچ کسی نمیشه به زور بهش یه چیزی رو تعمیل کرد. آقا دوست نداری، خود دوست نداری پدر جان من، نه من از شما طلبکارم نه شما من طلبکاری، و فکر نمی کنم یعنی ما یه تلفن میخوایم بزنیم با هم صحبت کنیم با شیش ماه بزنیم تو بزنیم من بزنم تو زدی من نزدم من زدم تو نزدی، این که نمیشه که. به هر حال گفتم این حرفم بهت بگم و تا من با شما صحبت نکنم هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. قربانت رو روزت. دوستان شما دقت کنید، ما حتی تو برنامه به شهادت شما اومدیم زنگ زدیم، حتی تو برنامه دو سه بار با ایشون تماس تلفنی گرفتیم، خیلی از شما شاکی شدین که آقا این قرار بود دو سه دقیقه صحبت کنه، گفته یه چیز دیگه بگم، ده دقیقه بیست دقیقه صحبت کرده، ولی این دوست ما اینقدر نمیخوام بگم بی‌معرفته که به من میگه خودت نمیخوای، بعدم حالا مثلا من نمیدونم تا با من صحبت نمیکنی اتفاقی نمیفته. چه اتفاقی قراره بیفته؟ قرار من میلیونر بشم شما شماره های برنده لاتاری رو به من بگی؟ چه اتفاقی قراره بیفته؟ قرار شما یه برنامه بذارید یه ساعت، یه برنامه بذارید دو ساعت، برنامه بذارید هفتگی، بعدم چی میشه؟ این همه برنامه شما داشتید، شما یار شماره صفر فولادوند بودید، به کجا رسیدید؟ الان خودتون با تمام اونایی که با هم اون موقع به ظاهر دوست بودید دشمن شدید. از همین مشنگ شارمهد بگیر تا اون یکی آقای چی بود رادخو، هوشنگ رادخو، تا اون امیر سلیمانی که مرد، آقای کردار این عقاب گفت روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست، رفت و خوب نشه شد، گفت من الان اگه یه برنامه بذارم همه چی عوض میشه و فلان اینا، تقی ناگاه یکی تیر از یه کمانی آمد و خورد بهش، گفت اه این چی بود که این سرعت، شعر خیلی قشنگی ها، این چی بود که من به اون بالایی این با این سرعت اومد زد پدر منو در آورد. یکم نگاه کرد، شما اون نگاهه رو لازم دارید، دقت کن، ناگاه پر خیش برو دید. اگه شعره رو یکم جا به جا میگم ببخشید، این فکر میکنه کلاس پنجم یا کلاس ششم توی فارسی ما بود. ناگاه پر خیش برو دید، گفتا نمیدونم عجب از این که تیر از زان از تیزی فلان، بعد میگه از ماست که بر ماست. آقا جون شما در حضور این دوستان، خب بیا همینجا الان بنویس، بنویس من چهارشنبه ساعت 12 ظهر به وقت شما در نیویورک و 9 صبح به وقت شما در کانادا برنامه میخوام. ببینیم کی برنامه نمیده به شما. بعد بگو تو برنامه من نمیخوام تو نظر بدی، من میام اینجا میگم دوستان عزیز امروز با آقای کردار هستیم، میکروفون در اختیار ایشون و من اینجا فقط مجریم. آقا من میرم بهش میگن MC Master of Ceremony، که من به شوخی بهشون میگم من MD هم Master of Ceremony، من میگم Master of Disaster، Master of Demolition. Disaster یعنی خرابکاری، فاجعه بد، Demolition یعنی یه جایی رو که خراب میکنی، من میگم من MD هم. شما
میتونی یکی دیگر استخدام کن. یا با شاهین غلامرضایی بعضی روزا تعطیله، خیلی هم تو این سیستما وارده، همه دستگاهی هم داره، بهش بگو شاهین جان اصلا ممکنه 10 دقیقه مجانی بهت وقت بده، بیا یه برنامه ضبط کن. اصلا شما هیچ کس احتیاج نداری، خودت اینو بگی جلوه، اوکی؟ حالا یوتیوب فلان اینا بمانه. آقا 10 تا برنامه دیگه تو این هست که شما میتونی ریکورد کنی، آدیو ویدیو فلان. حالا دوستان میگن آقا کشتی ما رو با این کردار، خب اونم منو میکشه دیگه. هر روز ما اینجا زنگ میزنیم، هر روز شما شکایت میکنین، هر روز هم اون میگه آقا من منتظرت بودم زنگ نزدی. ضمناً من رفتم چک کردم ساعاتی که شما گفتی تلفنت کجا بوده، از کجا میدونی رسپشنش چیه؟ من بارها شده این رسپشن تلفن، میدونید اینجا 5 تا خط میکشه که یعنی بهش میگن بار، اوکی، مثل میله آهنی، بار زندان اینجوری 5 تا خط میکشه که مثلا رسپشن شما قویه، ولی همون موقع این تلفنت کار نمیکنه. دیشب بود توی رستورانی بودم، به مادرم زنگ زدم، گفتم قبلا هم زنگ زدم، گفت که، گفتم 5 دقیقه پیش تلفنت مشغول بود، گفتم تلفن من اصلا اینجا رو میز از اصل تا حالا نشسته، من منتظر شما هستم زنگ بزنید. آقا اینجوریه، همه چیز رو دسیسه ننداز، کسی نخواسته جنبش شما که نه وجود خارجی داره، نه برنامه داره، نه یار داری، نه یاور داری، نه پولی براش میخوای هزینه کنی، نه نقشه راه داری، کسی نخواسته جنبشی رو که وجود نداره از بین ببره. و اگه شما میدونی من آدم قابل اطمینانی نیستم، ببخشیدا، فقط برای اینکه از اینجا سوار بشی برسی خونه، سوار ماشینی نشو که رانندش مسته، سوار ماشینی نشو که بنزین نداره تو سرما نگهد میداره، سوار اتوبوس آقای رضا پولوی نشو که نه رانندگی بلده نه مقصدشو به شما میگه. وایسا اینجا یه ساعت دیگه اتوبوس میاد، قشنگ برو به مقصد برس. درست، ممنونم آقای کردار. من تو این چند سالی که با شما در تماس بودم، چه موقعی که دشمن من بودید، چه موقعی که مخالف من شدید، چه موقعی که دوست من شدید، از شما بسیار یاد گرفتم و بزرگترین چیزی که یاد گرفتم و براتون نوشتم، فهمیدم که این دسیسه، این فلسفه و تئوری دسیسه‌ای که تو مغز همه ایرانی‌ها هست، شما را هم گرفتار کرده، نمیذاره با همین مشنگ شارمت، با همون آقای هوشنگ رادخو، با همون امیر سلیمانی لنگ چیکار کنید؟ همکاری کنید. فکر میکنید همه میخوان به شما ضربه بزنن، شدی من مرد تنهای شبم، مرد تنهای شبم که بنده خدا بلند شد از اینجا رفت، فکر کرد بره ایران، حبیب رفت ایران، دید آقا ایرانم آدما فرق نمیکنن، چه آمریکا باشن چه ایران باشن، رو ایران دید نه آقا اونام همینم بیچاره دقمرد شد مرد. خب من آقای مجید افراخته لطف کرده بودن اینجا نوشته ای نوشته بودن، پاکش کردم. آقا این کار درست نیست، والا بلا از یه جای شروع کنیم یاد بگیریم. اگر در رابطه با یه برنامه‌ای چیزی نداریم، به صورت خصوصی برای اون طرف بفرستیم. بعد مثلا اینجا آقای اکبری بنویسه که من سوال برد، یه پی ام میگن، چی میگن پرایوت مسیج، اس ام اس میگن، نمیدونم این صد تا اسم داره، فرستادم که به من هشدار بده برو اونجا ببین. ولی شما نگاه کنید تو نوشتن های فارسی، این میگه آقا من خواستم باهات تماس بگیرم، شماره تلفن چنده؟ بابا اینو باید تو پرایوت بهش بگی، اونم تو پرایوت بهت جواب بده. ما که این چیزا رو بلد نیستیم، بهتره ساکت باشیم تو کارهای سیاسی و فلان اینها. برگردیم به ایران و عربستان، به نظر شما این توافق خوب بوده یا بد بوده؟ حالا از این که دولت ها دروغ میگن، شما نگاه کنید کیهان همین آخوندها، ببینید که چند مدت پیش چی گفته. فکر کنم 7 ساله که ایران و عربستان، اون بیچاره اون دو نفری که بهشون تجاوز شد، اینا میگن تو بعضی قسمت ها یک کسایی میان تلف میشن میرن. کیهان یه جایی مثلا مثل جنگ بود که نوشته بود برای ما نعمت، اینها پیداش کردم، دوتا هم هست، نگاه کنید کیهان کمرای دو، ببینید دوستان کیهان به اصطلاح نشریه دولتی، اوکی، دولتی ملی که نداریم، که اگه ملی بود باید حرف مردم بزنه، این نشریه دولتی ایرانه. ببینید
این دوتا کیهان رو گذاشتن رو هم، کاش گذاشتن بغل هم. تاریخاش نمیتونم بخونم چون کوچیکه، ولی نشته سال 70 فلان یه همچیز. نگاه کن اینجا همین کیهان نوشته ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران اسلامی پاک شد. حالا همین کیهان پایین تو شماره جدیدش نوشته توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی، مدعیان اصلاحات مذاکره را یاد بگیرند. یعنی حتی به خودشون هم داره قجی قجی غصه میکنه که ببینید ما تندروا، ما اصولگرایان، ما نمیدونم هاردلاینرها چجوری برنده شدیم. اینم اینم یکی دیگه شه که خط نکشیده، این بیشتر پیداست. بفرما اینجا کامرای دو. بله دوباره همون ننگ رابطه با آل سعود از دامان ایران، ایران اسلامی پاک شد، ولی حالا این سه ضربه کاری به آمریکا. همون یه کارها اون موقع گفت ننگ کاری. یه دوستی گفت بابا برای که بفهمی ما چه ملتی هستیم، این مدیری هم یه بار این کار کرده بود، به یکی گفته بود دلار از 4000 تومن بشه 10 تومن تو خوشحالی، یا از 18000 تومن بشه 10 تومن. گفت خب البته از 18000 تومن. گفت اولاق این دلاره که همون 10 تومنه. الان شما نگاه کنید مردم چقدر خوشحال شدن، دلار اومده 45-50، نمیدونم چقدر، من کاری به دلار ندارم، ولی این دلاری که 4 تومن بوده، 5 تومن بوده، 30 تومن بوده، الان ملت از 44 تومنش خوشحال شدن. یکی اینجا برای من بنویسه دلار الان چنه. اینم از این ماجرا. دوستان عزیز ساعت 1:12 است. من میخواستم یک ساعت برنامه داشته باشم. هدفم هم این بود که برنامه یک شنبه رو پیام پتیک عزیز در رابطه با این بانویی که رفته بود در خانه کودکان، کودکان بی سرپرست عروسی گرفته بود، پخش بشه. شاید یک کسی یه سرخطی، نشونه، یه چیزی داشته باشه. و پیام آقای مسعود کردار که واقعا براش نوشتم آقای کردار من پیام شما رو شنیدم ولی نمیدونم چی بگم. دیدید میگن وقتی یکی زبان از گفتن نمیدونم عاجز میماند موسیقی شروع میشود. دیروز میخواستم با حقیقت تو پیام برای ایشون بگم نه 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 نه، میگم من موندم توش که چی بگم، پس بذار برات موزیک بزنم. ولی امروز حرفمو زدم. آقا خانم دوستان، هر کسی میتونه برنامه خودش رو روی اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، 10 تا چیز دیگه هست که از اینا پر بینن، تیک تاک، من خبر ندارم. ولی اگر خواستی بیای توی این کافه قهوه خونه کوچولویی که هنوز تیرای یادتونه سقفا تیر داشت، تیر و روشم بولیو خاکم میریخ پایینه، حشرم تا دلت بخواد اون زیر بود. شما اصلا این فلسفه اسفند دود کردن رو بدونید چیه؟ وقتی اسفند دود میکردن میمد میگره که چشم دور از چشم بلا از دور باشه، برای این بود که میخواستن این حشرات موزی تو این اتاق، این میکروب بیکروبا، ویروس میروسایی که اونجا زنده بودن کشته بشن، از بین بره. بعد یه دونه نمک مینداختن روش، میگه آها نگاه کن این شد شکل چشم عمت، فکر کنم عمت چشمت زده. ملت غریبی هستیم، هم از این ور غریب به معنی عجیب، هم از اون ور غریب. هیچ کس رو نداریم. اول خودمون رو نداریم، خودمون با هم نیست. شما نگاه کنید هر کسی دیروز با ما دوست بوده سر 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار، سر یه مقاله، سر یه حرفی، امروز مخالف که نه، قهر که نه، دشمنه، میخواد بزنه پدرتو در بیاره. شما با کی دشمن هستید؟ از خودتون سوال کنید برای چی دشمنش شدین؟ اون حرف حق زد یا شما حرف حق زدین باعث این دشمنی شده؟ یه کمی در حرف زدنا و در رفتارمون تعادل ایجاد کنیم، یا بذار باشه همین جوری باشه، حرف اونو بزنیم، هر کی نمیخواد بره دیگه. خب اینم از این شاهین اینستاگرام. اگر تونستی لطف کن چه برنامه زنده چه برنامه مرده ما رو بذار، من تشکر میکنم. 12 مارچ گفتم بعد که امروز برنامه این بازار همینجا توی تایسنز، بعد هفته آینده هم 18 شنبه و 19 باز برنامه دارن، 4 شنبه سوری هم دارن، باهاشون تماس بگیرین. و اما چون من یه دوستی ملی رادیو تیوی، اینم ما خیلی بدبختیم،
ببینید چند تا رادیو ملی و اینها ما داریم، ملی رادیو تیوی، یکیش اون آقای ملی شهرام هاشمی زاده بود که مرد و رفت بنده خدا، حالا یکی دیگه. اتفاقا این آقا چند مدت پیش با من اگه اشتباه نکنم تماس گرفت، کانتکت اینفورمیشن به اصطلاح راه های تماس یا اطلاعات تماس با آقای ماسالی رو از من خواست. گفتم آقا ایشون اسمشونه که شما بزنی، حالا یا ایشون از من مسنتره یا از من کمتر میدونه، گفتم شما اسم ایشونه که بزنی 100 تا ویدیو صفحه اینها میاد، میتونی شماره تلفنش پیدا کنی، میتونی چیزاش پیدا کنی. ولی نگاه کنید دوستان، اینم یه تبلیغ مجانی برای این آقا، رادیو تلویزیون ملی ایران. اوکی. نوشته آقای سربی، این قبلش برای من نشود. آقای سربی، دشمنی شما با شاهزاده سر چیه؟ گفتم آقا من دشمن نیستم، من به عنوان کسی که میتونم رأی بدم، میتونم انتقاد کنم، میتونم مخالف باشم، من مخالف سرسخت رضا پهلوی ام. حالا شما اگه میخوای اسمش بذاری دشمنی بذار، من که نمیتونم شما رو فرهنگتو عوض کنم. من میگم دزدیده شد، آقای فضائل میگه ربایش شد. اوکی. بعد برای ایشون نوشتم که آقا منم یه روزی مثل شما طرفدار ایشون بودم، وقتی از آلمان اومدم اینجا شنیدی میگن آواز دهل شنیدن از دور خوش است، آمدم دیدم نزدیک این ساز و نواره‌ای که این میزنه چقدر بد میزنه، چقدر ناوارد میزنه، بعد دیدم این مرد عمل نیست. حالا شما به منم میگی وایس و باز گوشتم کر میشه، همین ساز و دهل رو گوش کن. من نمیکنم، من میرم دورتر، شما بیا نزدیک. بعد ایشون برای من ببینید چی نوشته. آقای سربی، شاهزاده کسی است که مسئولین کشورهای مختلف جهان و بخش بزرگی از مردم ایران او را میشناسند. خوب است که از این ظرفیت ایشان استفاده شود. آقا من تو ایران 70 میلیون طرفدار دارم. اسم شما رو نمیدونم چون قسمت about هم خوندم چیز ننوشته. دروغ که آدم رو خفه نمیکنه. کدام مسئولین مختلف جهان؟ این خانمه مال آلمان بود که آمد با شور و هیجان بگو اصلا ما که نمیتونیم سپاه رو از اسم چیک بیرون کنیم. اون یکی عقب افتاده مال بلژیک چیه، یه توته پلاستیکی آورد داد دست این که ما اینو به سروران جهان و بزرگان جهان میدیم. بعد گفتن آقا این یکی از پوپولیسترین و نمیدونم تندروترین و فلان و کوتوله ای هم هست، کچلی هم هست. اونه دیگه کی بودن این سروران جهان؟ یه مش عقب افتاده یه نمیدونم نماینده سابق مجلس، نماینده. الان نگاه کنیم مریم رجوی بیشتر از این میره این ور و ور، چون اون اقلا پول خرج میکنه. من اینو اینجا نشون دادم، از شما میخوام اگه خواستی بیا توی برنامه با هم صحبت کنیم. من صحبت میکنم 2 دقیقه، شما صحبت کن 3 دقیقه، دوباره من 2 دقیقه، شما 3 دقیقه، اولش هم شما 3 دقیقه صحبت کن. آقا دیگه از این عادلانه تر میشه؟ آقای مسعود کردار، این دعوت رو از شما میکنم، شما 3 دقیقه صحبت کن، من 2 دقیقه حرف میزنم. ولی باید یه کسی هزینه برنامه رو بده. آقا من اگه با آتیلا گفتم فردا نرو سر کار دوشنبه، میگه سوربی من اینجا نمیدونم ماشاءالله 300 یورو 500 یورو 1000 یورو روزانه اکس نمبر میسازم، حالا چون تو دوستم هستی و چون نمیخوام برم از ماش پارکینگ ماشین رو بردارم برم، اون روز فیلم گرفته بود میگفت داره برف میاد داره فلان میاد، اگه 150 یورو میگیرم از تو امروز 100 یورو میگیرم بشینم خونه. آقا این آتیلا آدم بدیه؟ نیست. ولی من بهش میگم آتیلا جون چقدر قربونت برم، چقدر فدات بشم، فردا بشین خونه. میگه اوکی. گوشی رو که گذاشتم میگه سوری عجب پسخلیه، من فردا دیگه هرچی زنگ میزنم جوابم نمیده. یعنی من با هزینه ندادن، فهم نداشتن، شعور نداشتن، آتیلا دوست خودم هم رو هم از خودم ناراحت کردم، دیگه محلم بهم نمیذاره. اسم آتیلا رو گفتم چون میخوام مثل اون برنامه نه. آقا
میگه آجان صبحی سلام به شما، حتما خبر کشته شدن زوج ایرانی و خودکشی قاتل را در سیاتل آمریکا خوانده اید. متاسفانه نطفه این فاجعه در کلاب هاوس بسته شده بود. بابو میگه ای زکی ببینید، بارها گفتم تو کار رادیو تلویزیون ما چند نوع شغل و وظیفه داریم، یکی مجری برنامه، یکی اخبار خوب میگه، یکی گزارشگره، یکی ژورنالیست اینوستیگیتوره، یعنی تحقیق کننده خوبیه. این فضائل عزیزان تحقیق کننده خوبیه، ولی خب باید یکی پولش بده بره دنبالش. الان همین ماجرا رو آقای رضا سنا، این آقای فضائل عزیزان میگه بابا اینجوری نبوده این آقای بره این زن و مرد رو بکشه و بعدم خودشو بکشه و اینا. این آقای رامین با این خانمه عاشق و معشوق بودن، فاسق و چی میگن، فاسق و مفسوق میگن چی میگن، بعد هر وقت شوهرش مسافرت بوده این میرفته خرسواری، بعدن کارشون خیلی گیر داده، بعدن گفته بیا با اون زندگی کن، اون گفته نه بابا من اینو میخوام، تو رو برای زاپاس میخواستم، فعلا برو تو کاپوت عقب، اونم گفته حالا من کاپوت عقب بهت نشون میدم، آمده با تیر زده اینو کشته و اونو کشته، خودش هم کشته. و این بهش میگن هومساید سوساید، یعنی دیگران رو کشتن و خود کشتن. این تو آمریکا خیلی رسمه، طرفی که نه حال زندان رفتن داره و اینها، اینجوری به خیال خودش میگه هم انتقامش رو گرفت هم خودش راحت میکنه، یعنی خریت به توان دو. به یکی گفتن که خر دو طبقه چیه، گفت که موقعی که این فلانی سوار خر میشه از رو قبر باباش رد میشه، این میشه خر دو طبقه. اینم از خب بله خبرش رو شنیدم، ولی انقدر از این خبرها زیاده که نگو و نپرس. آقای رادیو تلویزیون ملی ایران میگم ما تلویزیون رو اسم گذاشتیم مردم، طرف میگه آقا شما گذاشتید تو مردم و مردم باید بیان مجانی حرف بزنن. گفتم بله همه اسما مثلا میگه نمیدونم چیه این کوفته شاه عباسیه، یکی دیگهش میگه نمیدونم کیک ناپلئونیه، اسم که معنیش این نیست که حالا وازش میکنی یه ناپلئون توی این کیک بگه بزنه بیرون، اسمش گذاشتن. ما هم اسم گذاشتیم مردم و یه شعاری پشتش بود، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. اینا اون چارتا رو ندیدن، داستان خانمه و کنیزش شنیدید، چیز دید کدو رو ندید، اینا هم اینا همه اینا رو ندیدن، فقط این مردم رو دیدن. آقا این مردمه رو برای خبر رو پخش کن، آقا این که مردمه بلنش دوربین تو وردی برای ما ضبط کن، ولی اگه دوربین 5000 دلاری دو افتاد زمین شکست، خب دیگه تصادف پیش میاد، میخواست براش اینشورنس بخری، خیلی هم قانونمندن بلدن. این از این. در رابطه با این منشور وابستگی که میگم اینا کلی هم نشستن زور زدن اسم کردن منشور همبستگی، من یه عکس یه نقاشی دیدم، ای کاش عکس بالاشم گرفته بودم بهتون نشون میدادم، برای این دوستمون نوشتم که والا میگم یک عکس گویای هزار کلمه است، ولی این چیزی که شما نوشتی و با زیرش باز من نفهمیدم کجا به کجاست. یه تله موش گذاشتید، عکس 6 نفر که امضا کردن اون بالا گذاشتید، این ورش نوشتید منشور مهسا، بعد حالا این مهسا هم دوستان اینا نوشتن همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران. البته اونا یه جور دیگه اینو درست کردن که یعنی مش اینه، هش اونه، سش اونه، الفش اونه، به زور چپانده بودنش، حالا هرچ. بعد این تله موش اگه در رفت که این چیزا میاد روی این همبستگی، این چیه؟ تکرار تاریخ 57 مساوی قطبزاده، بنی سعد، یزدی، صحابی و دیگران یادتان است؟ جمعیت خردپیشگان ریشه‌ای ایران. من شرطی مندم این جمعیتم به 20 نفر نمیرسه. چند تا جمعیت داریم؟ چند تا اندیشکده داریم؟ چند تا سازمان داریم؟ چند تا جنبش داریم؟ و هیچی نداریم، چون همه اینا هیچن. خب یه چیزی به این میگن عکس خوب، به این میگن یه عکس گویای هزار تا کلمه است. یادتونه این داور وقتی زنده بود اون آخریا یه کسی از آلمان عکس‌ها رو پخش میکرد، اینم اینجا توالت میرفت نمیدونم آشپزی میکرد میمد حرف میزد. من باید این کارو بکنم،
شما این قیافه های پیر و خسته و نمیدونم این آقای حقا یه کتشلوار سفید داشت، 3-4 سال که من این دیدم این همین دیگه آخری ها شد قهوه، گفتم آقا الان اون موقع 2 دلار بود 3 دلار بود بده خوششویی بشورن، گفت نه من تا برنامه تموم میشه میذارم تو پلاستیک. گفتم شما خبر نداری این بدن سلولای مرده هی میریزه از صورت تو اینا میشینه این ور ور بمانه. این قشنگ نوشته، نوشته من شماره حساب میدم شما ایدیمو از الان واریز کنین، میزان ایدی نشانه شخصیت شماست. اینم من به شما میگم شما همین کارو انجام بدید. خب حالا ببینیم بعدیش چیه، میاد اینجا یا پیدا میشه یا نه. نه رفت رو این دوباره تق 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 یه ثانیه یه ثانیه پریدن. بیایم کامرای 2. آره اینو باید یک کاری براش بکنم. آه راجع به فتوشاپ و اینکه عکسایی که میذارن مثلا تو ایران عکس یه پلیسی رو گذاشتن اسلحه گذاشته روی قفسه سینه یه زنی که اصلا لباس پوشیدن اون زنه و اینا با ایران هیچ کاری نداره، ولی چه میشه کرد؟ شما که نمیتونی همه رو کنترل کنی. نگاه کنی اینجا نشون میده یه آخوندی داره عکس باباشه، پدر بزرگشه، استاد مدرسهشه، هرچی میبوسه، بعد اینجا اومدن همین آخوند و عکسشو گذاشتن که داره دست یه سگ رو میبوسه، نوشته ماچ میکنه از بهترین تصاویری که تا کنون دیدم بوسه امام جمعه ترکیه بر دستان سگیست که جان 3 نفر را در زلزله ترکیه نجات داد. انسان بودن نیاز به دین خاصی ندارد. حالا شما به ما بگو با این عکس های فتوشاپ شده چه باید کرد؟ من نمیدانم. و اما اینایی که خیلی سر صدای زن و زندگی و آزادی رو در بردن از تو ایران هم یه عده‌ای هستن میگن آقا خیلی هم شما تون نرین، ایران هم اینجوری که شما دارید ازش صحبت میکنید نیست. این دوتا خلبان، دوتا بانوی خلبان ایرانی، وقتی خلبان و کمک خلبان دوتاشون زنن، خب دیگه یعنی اینا اینقدر تجربه دارن که یکش میتونه به عنوان خلبان باشه یکش به عنوان کمک خلبان. البته از طرفی ناگفته نباشد دوستان، حقوق خلبان ها ایران رو نمیدونم ولی در دنیا به شدت اومده پایین. ببینید این عکسایی که من برای شما گذاشتم، حالا اومد اونجا ببینید. یه عکس دیگه بهتون نشون بدم، گادایوا، حتما بعضی ها میگن گادیوا، این شکلات معروف دنیا رو شما هم خریدید خوردید. و یه دفعه من یادمه یه جای، خب من از آلمان اومده بودم، هرچی رو میبینم همون جوری که نوشته میخونم، گفتم این شکلات گادیوا خیلی خوبه، توی کاسکو الان حراجه. طرف گفت گادایوا، گفتیم حالا هرچ. البته یادتون باشه این اسم گادیوا یا گادایوا اسم زنی یه پادشاهی بوده که با کارهایی که پادشاه انجام میداده خیلی مخالف بوده، یعنی این آزادی خواه بوده. بعد داستان هست که میگن این مثلا گفته با مردمت اینجوری اونجوری، پادشاه گفته حالا پادشاه چقدر بی‌غیرتن، شما نگاه کن فقط محمد رضا پهلوی نبوده یا این رضا عقب افتاده کودک سفیدمو نبوده که زنش مثلا میدونه که فرع یه کاخی برای خودش درست کرده بوده، تمام دوست و نامزد قبلی از فرانسه و هر کسی رو میخواسته چی میکرده میورده اونجا درست جلو دماغ محمد رضا پهلوی. و این پادشاهه به زنش میگه به شرطی که تو لخت در شهر از سواری کنی، سوار بر اسب بشی بگردی، من مثلا به مردم زور نمیگم. بعد میگن این کار این کردن ولی مردم انقدر نجیب بودن که همه رفتن توی خونه هاشون در پنجره ها رو بستن. همه این داستان ها به نظر من دروغه، اون موقع کجا چیز میکردن، یه میمدن یه تومارایی میخوندن، امروز گادایوا میخواد لخت بیاد رو اسب و اینها. خلاصه این داستان ها تا دلتون بخواد همه جا هست، ولی ما بیشتر گوشمون به داستان ها مشغوله، دنبال داستان میگردیم، چون ماها میگن انسانهایی هستیم که تعزیه دوست داریم. فلسفه تعزیه اینه که ما خودمون نمیخوایم بریم
تحقیق کنیم، میخوایم یه نفر دیگه که فکر میکنیم اون تحقیق کرده که نکرده اون بیاد نتیجه تحقیق شما ما بگه. اونا از این مهلت فرصت سوء استفاده میکنن، هر آشغالی شد به خورد ما میدن. و اما هزینه های گزافی که به ذهن هیچ کس خطور نمی کند. بی هدف بودن رایگان نیست، هزینهش آینده شماست. اخبار منفی رایگان نیست، هزینهش حال خوب شماست. فضای مجازی رایگان نیست، هزینهش عمر شماست، زمان شماست. غذای فست فود 100,000 تومان نیست، هزینهش سلامتی شماست. اینا هم باز از کلمات قصار از آدمای بیکار. شعر گفتم نه؟ کلمات قصار از آدمای بیکار. خب ببینیم اگه بشه ما اینا رو پاک کنیم یکی یکی تموم بشه بره. و اما شما حتما دکتر قاسملو رو میشناسید که ایشون رو اگه اشتباه نکنم در هلند ترور کردن. بعضیا فکر کنن ایشون در اون رستوران میکنوس یا میکنوس، هرچی نه اون نبوده. دکتر قاسملو رو بی احتیاطی کرده و بادیگارد نداشته و اینها تو آپارتمانی که بودن یکی از همونهایی که اونجا بوده یا دوتا هرچی در و باز میذارن اونا میان ترورشون میکنن. بله میگه که حزب دموکرات کردستان ایران اینو نوشته. شما برید تو فیسبوک بزنید حزب دموکرات کردستان ایران، ببینید چند هزار تا با این اسم هستن و این واقعا مایه خجالت شرمه که هر کسی که نیست میاد به اسم اونی که هست باز میکنه. فیسبوک هم هیچ کار نمیکنه، ولی آقای اکبری اگه یه عکسی گذاشت گفت آقا بالای چشم 16 ابروه 4 روز زندان 6 روز زندان و الی آخر. اینو نوشته حزب دموکرات کردستان ایران: بدرود بانوی وفادار. امروز 19 اسفند یعنی 2 روز پیش هلن قاسملو، همسر شهید دکتر عبدالرحمن قاسملو، برای همیشه دیده از جهان فرو بست. یادت در قلبها جاویدان خواهد ماند. اینم از این. خب ما بیایم اینجا عکس بعدی بلند شو بیا جلو. آها این حسین پناهی یکی از شاعران واقعا نابغه، یعنی نوشته هاشو هر یکیشو که شما میخونی میفهمی که این آدم اصلا چی بوده. ولی نمیدونم، به نظر من میاد که اونجوری که باید شاید ازش قدردانی نشده. یا شما هم با من؟ بله آقای اکبری میگه قاسملو در اتریش ترور شد. آره درست میفهمم. و آقای سنا هم نوشته منشور همبستگی تکدیگریه گامبوی پهلوی از کشورهای غربی میباشد که با التباس میگوید از شما میشه، از خدا میشه جمهوری اسلامی را سرنگون کنید که من شاه شوم. نه اونا هم گذاشتن سر کار. اتفاقا اون روزی که رب با اون خانمه صحبت کرد و دستش تو جیبش بود از پله بالا میرفت، دوستان چه موقعی که از پله بالا میرید چه موقعی که از پله پایین میاد دستاتون رو تو جیبتون نکنید، این بزرگترین اشتباهه. اگر پاتون گره پشت پله، پاتون گره پشت پای خودتون، یه چیزی موکته پاره شده بود خوردید زمین، پدر صاحب بچه در میاد، صورت و مورت و همه تون داغون میشه. و این احمق حتی این بلد نبود، دستش تو جیبش بود. میگه شرفکندی در برلین ترور شد. ببین همهش تاریخ ما شده ترور. بله این آقای دستمالچی اومده بود صحبت میکرد چندین بار، من اصلا دیدمش اینجا سالها پیش، 22 سال پیش 20 سال پیش توی تلویزیون رنگارنگ میمد با اون عقب افتاده معتاد. میگه که بر قبر من پنجره بگذارید تا هنگام دلتنگی گورستان را تماشا کنم. کارت شناسایی مرا لای کفنم بگذارید، شاید اونجا آنجا هم نیاز باشد. مواظب باشید به تابوت من آگهی تبلیغاتی نچسبانند. این برای اون خانمی که دوست خوب منم هست ولی میاد برنامهاشو مثل آگهی تبلیغاتی به تابوت من میچسبونه، این کار درستی نیست. روی تابوت و کفن من بنویسید این عاقبت کسی است که زگهواره تا گور دانش بجست. دوست ندارم مردم قبرم را لگدمال کنند، در چمنزار خاکم کنید.
قربون اینجا رو چمنزارم راه میرن. کسانی که زیر تابوت مرا میگیرن باید همقد باشن. دیدید بعض وقتا میگی الان تابوته میفته زمین، یک کوتوله این وره، یکی این ور ضعیفه، یکی اون ور قویه. شماره تلفن گورستان و شماره قبر مرا به طلبکاران ندهید. گواهینامه رانندگی هم را به یک آدم مستحق بدهید، ثواب دارد. در مجلس ختم من گاز اشکاور پخش کنید تا همه به گریه بیفتند. از اینکه نمیتوانم در مجلس ختم خودم حضور یابم قبلا پوزش میطلبم. به بهشت نمیروم اگر مادرم آنجا نباشد. یادت گرامی. و یه شعری دیگه هم هست، نمیدونم مال ایشونه یا کسی دیگه، میگه آمدم و در مجلس ترحیم خودم به اصطلاح شرکت کردم، از اون بالا افرادی رو دیدم که در زمان زنده بودن من اصلا نه من میشناختن نه فلان اینا. اونم شعر بسیار زیبایی است. اگر کسی بعد فکر کنم آخرش هم میرسه به یه جایی که فلان منو بدید به طلبکار. خیلی شعر جالبیه، به احتمال زیاد خود این نوشته آقای کی بود، پناهی. بله اینو اون روز نشون دادم، یه بار دیگه هم نشون میدم برای کسایی که هی میگن آقا دوره چیز گرانی نبود، 13 سال نخست وزیر بود. البته آقای مشیری به درستی نخست وزیری هویدا رو زیر ذره‌بین برده، میگه یه آدمی که اصلا کاری به کار هیچی نداشت، فقط همین بود که روز شب بشه پیپ بکشه فلان اینها و یه حقوقی هم داشته باشه و یک سمت بله قربان داشت و این بود که دوام آورد. و الا اگه شما برید نگاه کنید از زمانی که شاه از اون کی بوده اولی که اومده بود که نخست وزیر باباش هم بود، بعد وزیر این شد، بعد استعفا داد، بعد پدر دامادشو کشتن. خدایا چرا ما اینا یادم میره. بله میگه دستمالچی تنها مبارزه سیاسیش فقط حضور در رستوران میکونوس بوده، بعد 40 سال هنوز در دست بر نداشته. بله دیگه این بعض وقتا آمریکا میگه right place right نمیدونم time، زمان درست و مکان درست. حالا هی میاد چی بگم آقا، چی بگم. ببینید آقای هویدا به این مردم لاد ملتن پشت سرش میگه، هویدا در اداره تثبیت قیمت ها گفته که ملاحظه میکنید که قیمت ثابته، فقط ارقامه که هر روز تغییر میکنه. اینم از آقای هویدا. نمیتونم بگم یاد ایشون گرامی، چون من ایشون رو نمیشناختم و برادرش رو آقای فریدونه، اینم رفت اینجا، اصلا چرا اینجاست نمیدونم، برادرش فریدون رو میشناختم، دوبارم باهاش تلفنی مصاحبه کردم، بند خدا حالش مساعد نبود، همیشه میگفت بذار حالم بهتر بشه باهات صحبت میکنم. درباره مصاحبه آقای شادانلو میخواست که با آقای احمد علی مسعود انصاری مصاحبه کنه، بعد من نمیدونستم، به من گفت شما ایشون میشناسید بگو من باهاش در تماسم. ولی وقتی با آقای انصاری تماس گرفتم گفت که آقای صوربی توی این شرایط که الان همه شور و حسینی، حالا ایشون نمیگه شور حسینی، عصبی هستن اینها، من ترجیح میدم مصاحبه نمیکنن، ولی به ایشون قول دادم که بعدا باشون مصاحبه میکنم. به نظر من حرف درستی نیست، چون مثل این میمونه که الان این دو نفر سه نفری که کشته شدن توی سیاتل من بگم الان دربارش مصاحبه نمیکنم، سه ماه دیگه مصاحبه کنم، اون موقع دیگه اصلا کسی یادش نیست، 100 تا خبر جدید اومده تا اون موقع آقای انصاری، 100 تا جنبش جدید، 100 تا رهبر جدید، 100 تا مفتخور جدید، 100 تا رضا پهلوی جدید، 100 تا کاسب دست، مخصوصا الان شب چهارشنبه همه اینا رفتن دنبال قابلمه و قاشق بیان. به نظر من کار اشتباهیه، شما الان بهترین موقع است که میتونید بگید، افشا کنید. اتفاقا یه برنامه دیدم از آقای هوشنگ نهاوندی، هوشنگ نهاوندی بسیار آدم ترسویی بوده، هنوز تا هنوز اینا فکر کنن احترامه، اعلی حضرت، علیا حضرت، والا حضرت، این ترس احمق جو، نمیدونم زنده است یا مرده. هوشنگ نهاوندی آقای انصاری میگه رابطه بین شاه و شریعت مداری بوده، چون شنیدم شما تو برنامه‌ای که با من داشتید گفتید شما هم بودید، حالا اگه شما هم بودید اینم بوده که دیگه چقدر شاه رابط داشته. و هوشنگ نهاوندی میگه که
اینم به شاه گفت آقا نرو. اون دکتر صدیقی هم گفت، صدوقی اونم گفت نرو. همه گفتن نرو، ولی ترس شاه. و ببینید چقدر یه نفر باید ترسو باشه که حتی میدونست داره میمیره. احمق، تو که الان داری میمیری بیا شجاعت از خودت نشون بده. تو الان داری میمیری وایسا، کشته بشی میشی قهرمان، پیروز هم بشی میشی قهرمان. ولی احمق بود، نادان بود، ترسو بود، پا به فرار. نه یک بار، نه دو بار، سه بار. ای کاش ثریا به این نگفته بود برگردیم ایران. ای کاش ثریا حرف اینو گوش کرده بود، رفته بودن یه مش گاو و گوسفند خریده بودن. چون شاه حقیقتش گله‌دار بود. اینایی که تو کاخ دور برش بودن، حالا آقای انصاری بهش توهین نشه، اینا یه مش گله‌ای بودن. اگه نگاه کنی ب ب چه فرقی میکنه با بله قربان بله قربان؟ شاه گله‌داری رو دوست داشت. خب میمد کالیفرنیا گله و رمه و فلان اینا. هویدا نسبت به سایر تمدن‌ها دربار به آب شسته بوده. من نمیفهمم یعنی چی. هویدا نسبت به سایر تملق گویان دربار به آب شسته بوده. من همچین ضرب المثلی یا چیزی رو بلد نیستم، برای من بگید معنی چیه یاد بگیرم. سلام، وقتتون خوش و ایام به کارتون. برای کودکان ای بی واریز کردم، یکیشون به خاطر قطع و ضعیف بودن نت اینترنت واریز نشده. این همون برنامه‌ای که من داداشم هم این کارو میکنه، کمک میکنیم به از طریق فامیلمون، از طریق دوستانی که بهشون اعتماد داریم توی ایران، که اونا کمک کنن به همین عکس بچه‌هایی که بهتون نشون دادم اینه. بعد این چند مدتی که اینترنت و اینا قطع بوده، این فامیل ما انقدر حساب کتابش درسته، هرچی هم ما بهش میگیم بابا لازم نیست به ما حساب کتاب نشون بدید، باز چیز میکنه. من ممنونم، ممنون و متشکرم. و الی آخر، باز شما نوشتید به آب، یک آب. آقای سنا قربونت برم کاکو جون، به جایی که هی یکی یکی سند بزنی یه بار نوشته خودتو بخون، خودتو بذار جای من. بگو این که الان اینجا سه تا کامپیوتر هست، یه دوربین هست، برمیگرده اینو میخونه، میفهمه یا نمیفهمه؟ من هنوزم نمیفهمم. اینجا نوشتید به آب، یک آب شسته بود، یک دربار یک آب شسته بود. نمیفهمم عزیزم. وقتی یه کسی یه چیزی رو نمیفهمه، شما باید به یه توضیح، به یه جمله دیگه ای به اصطلاح آویزون بشی، بخواستم بگم دست بذاری که از اون کمک بگیری، پیداش به اصطلاح کمک کنی به طرف. آقا یه کسی دنبال کار میگشت. من به دوستم آقای بیژن جعفری زنگ زدم، گفتم این دوست ما دنبال کار میگرده. حالا اون موقع یادم نبود کار به انگلیسی میشه ماشین. اینم گفت خب بیاد، من فردا هستم. ما هم به این دوستمون گفتیم برو، گفته بیا. این رفته بود اونجا، این دوتا وقتی با هم صحبت کرده بودن، دوتاشون فکر کرده بودن این دوتا دیوونه هستن، در صورتی که هیچ کدوم دیوونه نبودن. من از کلمات درستی استفاده نکردم. به آقای بیژن جعفری بگم که این دنبال ماشین میگرده. البته یکم که صحبت کرده بودن، بعد من زنگ زدم گفتم حالا فهمیدم چرا شما از کار صحبت میکردی، اون میخواسته به شما ماشین نشون بده، برای که کار میشه این و اینا، خلاص مشکل حل شد. در صورت من حتما، مرسی مرسی. یکم هم این چیزای زیادی رو پاک کن که دیگران هم جا داشته باشن بتونن بنویسن. سعی کنید توی هر برنامه، مثلا یه جایی هست میگه بعضیا هر 60 دقیقه میتونن پیام بذارن. خب ایران چگونه توسط دلار اشغال شد؟ دوستان یه فیلمی بود چند سال پیش به نام Financial Hitman، اگه کسی لینکشو میتونه پیدا کنه اون فیلم یا اون کتابو بذاره، یه آمریکایی فیلم ساخته بود نشون میداد به مردم که چجوری آمریکا بعد از اینکه نمیتونه لشکرکشی کنه، بعد از اینکه نمیتونه دسیسه، بعد از اینکه نمیتونه جاسوس پیدا کنه توی کشوری، اون وقت میاد دست به دامان Financial Hitman. هیتمن اینا یعنی که شما پول میدی میگه برو فلانی رو بکش، میگه 10,000 دلار 20,000 دلار اینا، ولی فاینانشال میگه از لحاظ اقتصادی اقتصاد مملکتتون رو میکشن. هیت یعنی زدن. حالا هیت مثلا با ماشین هم میزنی به یکی میری، میگه هیت اند رن، یعنی زد و در رفت.
ولی توی این کار برای کشته شدن اینا استفاده میکنن. اینجا فاینانشال هیتمن، برید ببینید آمریکا و کشورهای بزرگ تو کشورهای دیگه چجوری این کار انجام میدن. خب میدونید هر سکه دو رو داره، یه طرفش دمه که اینجا میگن تی، یه طرفش سره که میگن هد. ما تو ایران میگفتیم هد، میگفتیم شیر یا خد، اینجا میگن هد اور تیل، یعنی سر یا دم. خب اینو شما نگاه کنید، این بالا عکس رئیسی هست کوچیک با پوتین، و چون عکس خمینی اینجاست نشون میده پوتین اومده ایران رفته پهلو این. حالا اینجا عکس این رئیس جمهور یوکرین هست با بایدن. ببینید من یادم میاد بعضی وقتا وقتی میخوای بری یه جا حقوقت رو بگیری، اون طرف هم خودش حالا مشغول میکنه یه کاری دیگه داره، شما اعصابت خورده، این مثل که اومده چکشو بگیره، این خودش داره مشغول میکنه، این سرش کرده بالا. ولی اینو حالا در بازدیدهایی هم که این رئیسی انجام میده، دوستان دقت کنید، هیچ وقت من ندیدم راه بیفته بره به طرف اونا، یعنی اینم خودش نشانی از قدرته. یه نفر یکی برای من اینو فرستاده بود، البته بعضی وقتا اونا میگن بذار این دلش خوش باشه قدرت داره، میدونی مثلا دیدید اوباما بلند شد رفت عربستان سعودی، حتی اونجا مثل تعظیم هم کرد، رفت انگلستان اونجا تعظیم هم کرد، ولی نفت ارزون کرد برای آمریکا. یه ضرب المثل داریم، میگه ریشتو بکن فلان جای خر، بعد با گلاب بشور. اینا سیاستمدارای خوب اینجوری هست. ممکنه پوتین میگه بابا بز اینم دلش خوش باشه. ثروتمندترین افراد قبل از انقلاب محمد رحیم متقی ایروانی، مالک کفش ملی ایران. من با خانم ایشون نیره ایروانی که در آلمان زندگی میکرد آشنا شده بودم از طریق همین تلویزیون. ایشون هم لطف داشت، تلویزیون مردم رو حمایت میکرد با وجودی که با من مخالف بود. یاد بگیرید دوستان، میگفت من با وجود، یعنی بعضی ها از شعار میدن من به خاطر آزادی حاضرم کشته شوم ولی صدا و این تا فلان، دروغ میگن. این میگفت من حاضرم برنامه شما رو حمایت کنم که صدای شما که مخالف عقیده من هستی به گوش دیگران برسه. یادش گرامی باد، فوت شد. و این آقا شوهر اون خانم ایروانی، یه فامیل دیگه هم داشت، شیرازی بود و فامیلش هم ایروانی بود. خلاصه شوهرمون بود که برای من یه دفعه تعریف کرد که جمهوری اسلامی به جای برادر شوهرش، شوهرش رو اعدام کرده بودن و میگفت همیشه برادر شوهرش جلوی این شرمنده بوده. گفتم اون چرا شرمنده باشه؟ آخوندا باید شرمنده باشن. نمیدونم این عکس فتوشاپه یا واقعا بلاحت، یعنی همون کلمه ابله بودن ها، بلاحت به این حد میرسه. این فکر کنم یه جایی بعد از زلزله هست که یک مناره یا مناره، ما تو شیراز مناره میگفتیم، منارش، یه مناره مسجدی افتاده و اون ساختمان‌های دیگه اینو نگه داشتن. این بگم ابلهان به خاطری که اینجا سایه هست نماز جماعت رو اینجا. ولی ببینید این چه کشوری، حالا از لحاظ سیما اینجا و اینا دیگه ببینید کجاست، خودتون ببینید چی هست. و دوباره برمیگردیم به اون چیزی که گفت، برای سوار شدن بر اسب و بر حیوانات زین لازم، برای سوار شدن بر انسانها دین لازم. خب دستمال چی؟ تنها مبارزه سیاسیش فقط حضور در رستوران بوده. بله اینم از این گدرینگای بوده که دور هم جمع شدن و به این روز افتادن. و اما میگه که تو جهنم تلفن میذارن. حتما دیدید یه ویدیویی هم این دخترها دیگه، وای حالا این روزا میاد یک دو ساعتی رفتن آرایش، بالا با اون دماغای مصنوعی و لب مصنوعی و موجه مصنوعی و ابرو مصنوعی، بعد صداشون هم نازنازی میکنن. به قول این دوست من آقای کاظم صدیقی میگه آقای سول متوجه شدین این آلمانی ها چقدر نازنازی صحبت میکنن؟ همچین که میگن چوس، تا دم در داری شما میری هنوز این چوسش داره میاد. خلاصه
آه اون ترکیه هست، لابد هم به احتمال زیاد زلزله ترکیه. بله، یک خانمی ویدیوی درست کرده بود، نوشته بود که به ایرانی های تو جهنم نمیدونم اونجا عرق درست نکنید، تو جوب شراب فلان بیساری، نه از این چیزا زیاده، بعضیاش قشنگه به دل میچسبه، بعضیاش آدم میبینه تکرار مکررات و دیگه خستش میشه که چرا اینا وقت میذارن اونو درست کنن. خب یکی هم میتونه به من بگه، بگه مرد حسابی، مرد ناحسابی، تام داری وقت میذاری هم چیزایی که دیگران گذاشتن به ما نشون بدی. تو جهنم تلفن میذارن، از جهنم به سوریه 20 تومن، از جهنم به عراق 30 تومن، از جهنم به آمریکا 50 تومن، از جهنم به ایران فقط 5 تومن. میگن چرا ایران اینقدر قیمتش کمه؟ ما اعتراض داریم. مسئول جهنم میگه ساکت باشید، برای اینکه از جهنم به جهنم داخلی حساب میشه. خب این جوک مال موقعی که واتساپ مجانی نبود، گوگل مجانی نبود، تلفن‌های فیسبوک مجانی نبود. الان دیگه کسی هست، من خودم برای اسکایپ پول میدم، چون تلفن دوستام که تو آلمان هستن تلفن خط لاین زمینی دارن، نمیتونم با این تلفن‌ها تماس بگیرم. شما پروگرامی میشناسید که با اونم بشه مجانی صحبت کنید؟ البته فیسبوک گرون، اسکایپ گرون نیست، $10 $5 که میدم بعضی وقتا برای چندین تلفن به اصطلاح به هم وقت میده، دقیقه 11 سنت گرونش 22 سنت و اینا، ولی تلفن های سل و اینا که دیگه شما از گوگل کانکت، از نمیدونم اسکایپ، از خیلی هست، از واتساپ میتونید تماس بگیرید. اینم یه دونه دیگه از همین کمک هایی که دوستان انجام میدن. دوستان شما اگر نمیخواین کمک کنین، اونای دیگر رو نمیخواد قانع کنید که کمک نکنن، شما کمک نکن، بذار اونا کار خودشون انجام بدن. ببینید این با این میاد اینجا. بله دوباره یکی دیگه. خب بله، صورت حساب فروشگاه، فروش کالا، فروشگاه زنجیری رفاه، شماره فاکتور سو ان سو، قیمتا برنج هندی اینقدر، من دارم دنبال تاریخش میگردم. این بله نگاه کنید، 27 بهمن 1401 ساعت 5:21. خوب شده ایرانم رسیداشون چیزه. حالا شما با یعنی توضیح میده چی به چی، بهار الماس، روغن شفاف، رو به گرد فرنگی، آریان اسپاگتی، کیک لایه‌دار کاکائو فلان، ولی افسوس میای ایران، میای آمریکا، میری فروشگاه ایرانی خرید میکنی، همش مینیسه نمیدونم چی آیتم شماره فلان. خب شماره رو که من نمیدونم، تو باید بزنی که این نون بربریه، نون سنگکه، این نمیدونم روغن خوبه، این پنیر چیه، این کالباس فلانه. کسایی این کار میکنن که میخوان مردم رو گول بزنن، چون وقتی امکانات هست ولی شما پشت این شماره ها و اینها قایم میشید، دیگه خودتونم میدونید کی هستید، نمیخواد اسم ببرید. خب این رو هم یه بار گفتم ولی حالا یه بار دیگه میگم، برای اون خداپرستان خوبمون که ما، من آنچه شرط بلاغ بود با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. باور به خدا مثل پیدا کردن اسکناس 100 دلاری تقلبیه، باعث خوشحالیت میشه تا وقتی که تصمیم میگیری خرجش کنی، اون موقع است که میفهمی چه کلاهی سرت رفته. این همه مدت در جهان نه شراب بخور نه آبجو بخور، میری اون دنیا میبینی یک چیز کثیفی، جوب کثیفی الی آخر. خیلی ممنون از دوستان و از توضیحاتی که میدن. وقتی من سوالی دارم ممنون و متشکرم. بذارید یه چند تا عکس دیگه نشون بدیم و این چیز رو کم کنیم تا در برنامه آینده اینقدر بار پوشه هامون یا فولدرمون زیاد نباشه. یه متن زیبا و قشنگ برای آنانی که اهل خرد و عقل و منطق هستن. کدامین خداوند آفریده خودش را به قتل میرساند؟ کدام خدا نعمتهای خودش را حرام میکند؟ کدام خدا چند دین را با محتوایی که در یکی حرام، در دیگری حلال، در دیگری مباح، در دیگری مکروه میفرستد تا بشر را مشوش کند؟ کدامین خداوند یک شیطان را برای فریب انسان خلق میکند و 124 هزار پیامبر را میفرستد؟ دوستان اینا رو من و شما میدونیم، تا ببینیم هم میگیم درسته، ولی اونی که باور به خدا داره دو تا فوشم به همون میده، میگه نگاه کن به خاطر این کافرها هست که خدا پیروز نشده ها. یعنی مثل آقای
مسعود کردار این ناتوانی خدای خودش رو هم میندازه سر من و شما. و اما جمشید فروهر، یکی از دوستانی که من نمیشناسم، این بالا میبینی عکس نمیدونم لوری میذارن، کردی میذارن، اینا ما نمیدونیم، نوشته ببینید چقدر اپوزیسیون خارج کشور به قهقرا رفته که تروریسته، تجزیه طلبی، چون عبدالله معتدی رهبر کموله که سابقه همکاری با صدام در جنگ 8 ساله علیه ایران را دارد و مفتخر به ذبح سربازان ایرانی است، برای اتحاد با دیگر جریانات اپوزیسیون خط و نشان میکشد و اما و اگر معلوم میکند. من عمدن این بالا جمشید فروهر که عکسش رو به اصطلاح اسمش رو پاک نکردم که بدونید که این نوشته از من نیست. من آقای معتدی رو یکی دو بار در همین جنبشایی که آقای نوری و دیگران میذارن، آقای چیز اومده بود، نوریزاده اومده بود و آقای ذوالفقاری اومده بود و اینها، اونجا دیدم و من خیلی حقیقتا اینا رو باهاشون آشنا نیستم. و اما این یکی دیدگاه حزب دموکرات کردستان، خود کردا دوستان با خودشون هنوز نتونستن توافق پیدا کنن. دیدگاه میگه کمال کریمی عضو رهبری حزب دموکرات کردستان ایران: کردها در زمان شاه 33 سال مبارزه کردند تا از ظلم سلطنتی عبور کنند و به آزادی برسند. کسی که ابتدا از سپاه پاسداران دفاع کرده یا میگوید بسیج بخشی از نیروی است که اینجوری، حالا من نمیدونم، لابد آدجو داره او یکی حرف میزنه، این بعد اونو میگه، اون بعد اونو میگه، شما هستید که اگر میخواید به کسی بپیوندید باید برین از اون به اصطلاح درباره اون تحقیق کنید. و الی آخر اینم یکی دیگه باز از از نشریه کردستان خوندم که اینا گفته بودن مصطفی هجری که این در چند روز گذشته این برنامه تو برنامه تلویزیونی اومد و گفت که با شازده همراه نیستن، برای که اینا باور دارن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، میگه که مسمومیت دانش آموزان و دانشجویان دختر در ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی را محکوم میکنیم. بله درسته، هر اتفاقی که در ایران میفته حکومت مسئوله، همینجوری شما با همین فرمون بگیر برو پیش، دوره شاه هم هر اتفاقی افتاد حکومت مسئول بود، یادتون باشه. این فلسفه رو داشته باشید، یک بام و دو هوا نباشید، ما با شما مشکلی نداریم. و اما یه عکس من بهتون نشون میدم، اول این قبلا هم نشون دادم، عکس جالبیه، یعنی کاریکاتور جالبیه، سلکت ایریا. ببینید این مرده وایساده داره از یه جایی گزارش میکنه توی تلویزیون، شما با دقت نگاه کنید و ببینید چی میبینید. نگاه کنید، ای خدا خفه کنه این برنامه رو که این ماوس انقدر حساس میشه که چی میکنه. نگاه کنید اینجایی که کله این گزارشگره هست، دوربین چیه هست، یه نفر با چاقو، با دشنه، با قمه داره این یکی رو میزنه. حالا میگه شما بیا یکم دورتر، اینی که میگم بعضی وقتا باید بیاین از دور نگاه کنید به داستانها، باید بیشتر تحقیق کنید ببینید چه خبره. حالا این عکس رو نگاه کن ببینید، اون موقع فکر میکردید این داره چاقو میزنه به این، الان حقیقت یا واقعیت اینه که این داره چاقو میزنه و این بیچاره داره فرار میکنه. بستگی داره که این آقا چی داره دوست داره نشون شما بده. این همون ماجراهای تلویزیونهای اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و حتی تلویزیون مردمه. سربی هرچی دوست داره به شما نشون میده، نمیاد چیزی نشون بده که به ضررش باشه. آقای کردار هر چی شما دوست داری به مردم نشون بده، هی به من نگو سوربی، به من زنگ بزن، من میخوام بیام چیزی که تو دوست نداری، مخالفشم هستی من به مردم بگم. حالا ببینم همه ای توضیحات دو ساعته من شما رو قانع میکنه یا شما باز میگی تا زنگ نزنیم هیچ اتفاقی نمیفته. آقا ببخشید، مثلا شما فکر کنی من اگه با شما صحبت نکنم امشب با پای برهنه میخوابم؟ من هر شب با پای برهنه میخوابم. پس هیچی تو زندگی من تغییر نمیکنه. این چه حرفیه که شما میزنی؟ چون دوستم هستی بهت میگم، این خیلی حرف احمقانه ایه.
آدم ها رو به یه نوعی تهدید کردن، تهدید دوستانه. اگه شما به من تماس نگیری هیچ اتفاق نمیفت، مگه تا حالا اتفاقی افتاده؟ ای خدا، وقتی دوستامون این هستن، یه شعری مال حافظ اگه اشتباه نکنم، این بهایا خیلی از استفاده میکنن، میگن من از غریبه شکایت چه بکنم که هر چی میکشم از خودیه. دوستان، دو ساعت برنامه داشتم و هنوز نه فولدر عکسمون تموم شده نه فولدر نوشته ها تموم شده، ولی خوشحالم که پیام پتیک عزیز رو در رابطه با اون بانویی که واقعا کار درستی انجام داده و رفته دیگر بچه‌هایی رو که در خانه کودکان هستن خوشحال کرده پخش کنم، نشون بدم. و تونستم پیام آقای مسعود کردار رو که ختم بدم به این ماجراهای فکر دسیسه. آقا فکر دسیسه رو از مغزت بیرون کن، یه قلم کاغذ وردار، بنویس هدفت چیه. هدفتون رو اون بالا ننویسین، هدفتون رو پایین کاغذ بنویسین. بعد بنویسید برنامه‌تون برای رسیدن به هدف چیه، وسیلتون چیه، پولتون چیه، افرادی که میخواین باهاشون تکیه کنید چیه. بعد یکی یکی ببینید با اینا میتونید با اون پایین کاغذ برسید یا نه. چون اشتباه ما اینه، اول هدفون رو اون بالا مینویسیم، در صورتی که جدیدترین چیزها معمولا پایین کاغذه. شما شروع کنید یه نامه برای مادرتون بنویسید، درسته با سلام و با نمیدونم احوال پرسی اون بالا شروع میشه، و اون پایینش هست که به اصطلاح اشک در میاد، دوری مادرت رو، اینها رو حکایت میکنی، میگی به امید دیدار. بعضی وقتا به اون بالا سرتیت خیلی توجه نکنید، به اون پایین. دیدم خانم اختر قاسمی نوشته بود عجب ملتی هستی، من تا می نیسم مادرم دلم هواتو کرده، همین نیسم خدا بیامرزد. بابا مادرش نمرده، مادر. گفتم خب تقصیر نوشتن شما هم هست، حالا شما چه اجباری داری دلت هوای مادرت رو کرده بیای توی فیسبوک برش می نیسی؟ تازه من از این می ترسم که مادرت اهل فیسبوک هم نباشه. این هم از این ماجرا، هممون به یه نوعی کارمون یه جای ایراد داره. حذف منافقین خلق از جلگه یا جلگه اپوزیسیون خارج نشین توسط کت خدا بایدن. ولی توی آمریکا فقط کت خدا نیست که تصمیم میگیره، اینا خیلی رفتن دوربر کسای دیگه. یه بار دیگه رادیو تلویزیون ملی ایران اگه کسی میبینه، اصلا اگه کسی میشناسه، بهشون بگه من درباره صحبت کردم، اگه خواست هزینه برنامه رو تهیه کنه از یه جایی، با هم گپی دوستانه داشته باشیم. این از این. و ببینم دیگه چی داریم. دیگه خستم شد حقیقتش، بذارید برای برنامه. من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچی کرد آن آشنا بود. دمت گرم آقای اکبری، این نوشته شما و فکر کنم شعر حافظ رو اجازه بدید به عنوان حسن ختام برنامه تقدیم دوستان کنم. از یکایک دوستان که اومدن یا از دوستانی که بعدن این برنامه رو نگاه میکنن، خواهش میکنم لایک رو بزنید، سابسکرایب کنید، فالو کنید، هر غلطی که بلدید انجام بدید. چی بگم دیگه، مردیم از بس گفتیم. و از شاهین هم میخوام اگر لطفی به من داره این برنامه رو اونجوری که خودش بلده برای دیگران بفرسته. اون کاری که من میکنم، بله باید طرف کپی کنه لینکشو بذاره، همون کاری که به من میگن انجام بده، به من میگن تو کپی کن لینکشو بذار، خواه کسی میخواد یه کپی میکنه، اگه کسی میخواد اونی که میبینه میره میگه حالا یوتیوب سوربی رو بزنم. شما برید تو یوتیوب سوربی رو بنویسید، سوربی یا بنویسید مردم تیوی، ویدیوهای من میاد. خب دوستان، امروز یک شنبه بود. اگر خارج از کشور زندگی میکنید که یک شنبه اولین روز هفته تونه، خیلی ها اینا اول تعطیلیشون رو نقد میکنن بعدن میرن سر کار. ما بیچاره های احمق تو کشورهای عقب افتاده، اول یه هفته هم نه، پنج روز، شیش روز میریم سر کار به این امید. من بعض وقتا مثلا میبینم جمعه میگه فلانجا زلزله اومده، میگه این بدبخت شیش روز رفته سر کار، حالا امروز که حقوق گرفته میخواد بره خونه زن بچهش، اینجوری شده. در هر صورت زندگی داستانش داستان تلخیه. شما هستید که میتونید
با روش هایی که میدونید اونو شیرین کنید، هم برای خودتون هم برای اطرافیانتون. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است، ولی اقلن آها اینجا اینا رو نوشتم، خط زدم این چیزها رو، درسته، رادیو تلویزیون ملی رو گفتم، اینو گفتم، اینو گفتم، خیلی هم خوب. کاغذم اینجا تموم شد، ولی دو تا پوشه، یکی پوشه عکس ها روی صفحه کامپیوترم مونده و یکی پوشه نوشته ها که توی چیز مونده. من یادمه اولین روزی که رفتم کلاس تهیه کنندگی ببینم، یه خانم آمریکایی اومد توضیح داد، گفت اگر یه روز مهمون دعوت کردید، شما حالا سوالاتون راجع به اون مهمونه و این مهمونه زنگ میزنن میگن آقا ترافیک نمیتونه بیاد، ماشینش تصادف کرده، اصلا خودش مرده، سعی کنید اینقدر توانایی داشته باشید که، یعنی میخواست بگه با اخبار روز، با خبرهای روز آشنا باشید که بتونید مردم رو، بیننده ها رو مشغول کنید تا یه اتفاقی بیفته دیگه. شما میدونید این چهچه زدن یا تحریر توی خوانندگی، خودش موقعی که خواننده شعر یادش میره، موقعی که آهنگ با شعر همزمان و همگام نیستن، روی کی نیستن، روی دکمه نیستن، روی کلید نیستن، کلید موسیقی، و هزار تا مکا ها 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 نمیدونم عقربه کجد فلان اینا، اون تحریری که میخونن برای اینه. من به خانمه گفتم که من از این بابت نگران نیستم که بگردم یه موضوعی رو پیدا کنم، مملکت ما یه جایی قرار گرفته در خاورمیانه که از صبح تا شب 100 تا موضوع اتفاق میفته که ما وقتی اینا رو یادداشت میکنیم میایم همون تو راه که ما هستیم خبرهای جدیدی میاد که این خبرها کهنه میشه. کلی خندید، گفت من به همچین چیزی فکر نکردم. البته اون 25 سال پیش بود، من دو سه تا کلاس تلویزیون دیدم، یک کارگردانی، یکی CG کامپیوتر گرافیک، یکی تهیه کنندگی و کمک تهیه. اول میفتنتون کمک تهیه باشی، پادوک باشی، بعد تهیه کنندگی، و نیومدیم مثل دیگران هی با بگیم ما این تجربه رو داریم، این فلان رو داریم. گفتیم در خانه اگر کسی هست یک حرف بس خودشون میفهمه، اونایی که باید میفهمیدن فهمیدن، ولی اونایی که نمیفهمیدن، من آدم موفقی نبودم که با فهمشون کنم، یا اونایی که نمیدونم چی بگم دیگه، خلاصه میگن از یه میخ دیوار شما میتونی یه داستان پیدا کنی، نگاه میکنی مثلا اون قاب رو میبینی، بعد نوشته که مثلا پدر من شما بهترینی. من به بچه هم گفتم این کلمه اشتباهه، یعنی چی شما بهترین بابای دنیا هستی؟ مگه شما چند تا بابا داشتین که بفهمی این بهترینه، این یکم کمترینه، این فلانه؟ اونا گفتن آقا ما اصلا با تو داخل بحث نمیشیم و تو دنبال بیننده و شنونده مجانی میگردی. مرسی مرسی مرسی، به قول آلمانیا آف ویدرزن، با امید دیدار، سی یو لیدر آن. فردا ساعت 12 بعد از ظهر، 12 ظهر باید بگیم چون هنوز بعد از ظهر نشده. اینم یه اشکال دیگه، نگاه کنید میگه 1 AM 2 AM فلان، به 11 که میرسه میفهمه میپره رو 12 PM، در صورت که ظهر باید 12 AM باشه، بعد بشه 1 PM فلان، بعد اون بالا بشه میدنایت. برای کسی اشتباه نکنه 12 ظهر رو بنویسید نون، 12 شب رو بنویسید میدنایت، نیمه شب. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی.